هنرمندانی که به سادگی در مقابل دوربین قرار نمیگیرن و باعث خوشحالی و افتخار بنده است که این موقعیت نصیب من شده تا بتونم با اونها گفتگو کنم و صحبت کنم. امروز هم برمیگردیم به سالها گذشته برای خود من، که زمانی که فکر کنم 10 سالم بود 11 سالم بود، پای تلویزیون میشستم، روزش رو به خاطر نمیارم، ولی میشستم تا این سریال پرطرفدار نمایش داده بشه و منم این سریال رو ببینم و طرفدار این شخصی بودم که در دوره خودش آدمی بودش بسیار معمولی ولی عشق بسیار عشق بزرگی داشت و مطمئنا اکثر جامعه ایرانی هم طرفدار این کرکتر بود تا پیروز بشه و برنده بشه و محبوبه خودش رو به خانه ببره. من اون زمان متوجه این حرف را باز هم نبودم که میگفتن زمانی که این سریال پخش میشه خیابانهای تهران خالی میشه. باز من نمیگرفتم منظور یعنی چی خیابانها خالی میشه، تظاهرات میشه، یعنی حکومت نظامیه، دلیلش چی هست. ولی بعد از مدت ها گفتن انقدر این برنامه طرفدار داره یا طرفدار داشته که مردم میخواستن هر چی زودتر به خونه خودشون برسن تا مراد برقی رو ببینن و سریال خانه به دوش رو. هم کاراکتر اول این داستان رو هرگز فراموش نمی کنم، هم نگاری که نقش محبوبه رو داشت، هم پدرش رو و هم آهنگی که معرف بعدها یک ستاره و اون روزها معرف یک چهره جدیدی بود با صدای خوش. امروز هم باعث خوشحالی بنده است و شما بینندگان تپش مطمئنن که گفتگوی داشته باشیم با کارگردان، نویسنده، بازیگر، چهره مطرح تلویزیونی و تئاتر آقای پرویز کاردان. آقا سلام بر شما. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ بسیار خوبم، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و برنامه بسیار خوبتون. مرسی. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها یک گفتگوی بلند میتونیم با هم دیگر انشالله. چون در اینجا همیشه گفتگوها مینی گفتگو بوده و امیدوارم که اون چرا که اینجاست با هم صحبت میکنیم بتونه برای بینندگان ما آموزنده باشه، استفاده مختصری ازش بکنه. خوشحالم. آقای کاردان، بخش اول همیشه یک بخش کلیشه‌ایه ولی مطمئنن این مصاحبه رو کامل میکنه. اونم این ازش که مطمئنن بارها خودتون از صدها نفر، هزاران نفر این سوالو کردید، ولی باید باشه در این مسئله که پرویز کاردان اسم، شهرت، کجا به دنیا آمده، تو چه خانواده‌ای به دنیا آمده، خواهر، برادر و این مسائلی که به هر صورت خودتون بدون جواب بدید برای خود بندم جالب خواهد بود. من پرویز کاردان شیرازی هستم، یعنی در شیراز متولد شدم. ما تمام فامیلمون شیرازی هستن و پدرم کارمند دولت بود، مدت ها مدیر کل بود و ما به خاطر شغل پدر به تهران کوچ کردیم. من برادر بزرگترم در وزارت امور خارجه است بود و خواهرم، تنها خواهرم، دبیر بود و برادر کوچکترم مهندس الکترونیک و برادر من که دکترای حقوق داشت و برادر کوچکتر مهندس الکترونیک، در بین همه این خانواده چطور من به کار هنری آمدم داستانی داره که شاید شنیدنی باشه. ولی به هر حال من از همان اوایل که علاقمند بودم به کار هنر، که کار نقاشی انجام میدادم، همون مسیر منو کشون به کارهای هنری. یعنی نقاشی حرفه‌ای یا داستانش جالبه، شاید برای شما هم جالب باشه. من از دوران 10-12 سالگی نقاشی میکردم، موقعی که مدرسه میرفتم و در هنرستان کمالالملک مرتب میرفتم. در تهران؟ در تهران. تا مرتب همیشه میرفتیم به شیراز به دیدار فامیل و مراسمی که بود، یا عروسی یا مراسم دیگه، سالگردها و تولدها، حتما ما میرفتیم به شیراز برای که تمام فامیل شیرازی بودن. یک بار که سال آخر دبیرستان بودم، در شیراز مواجه شدم با یک نمایشی که انجام میدادن در یک مراسم ویژه، در یک تولد که کارهای عروسکی انجام میدن.
و این کارهای عروسکی که در شیراز بهش میگن پهلوان کچلک، علتش هم اینه که قهرمانش یک پهلوانی است که کچله و عاشق میشه و به خاطر همین کچلی دختر رو بهش نمیدن. و قهرمانان دیگه مثل قولک و یا اینها هستن که اطراف این پهلوان هستن، ولی این پهلوان یه پهلوانی است مثل اون قهرمانان فیلم‌های ایرانی یا غیره که خیلی هم. و این سنت نمایش پهلوان کچلک که شیرازی ها بهش جی جی وی جی هم میگن، علت این که جی جی وی جی برای اینکه اون کسی که اجرا میکنه یک سوتی میذاره تو دهنش که صدای جی 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 میکنه و با ضرب میاد. من این مراسم یعنی مثل همون سیاه ها و اینا همون حالته. الان اجازه بدید من توضیح بدم که جی جی وی جی در نمایش های عروسکی در هر گوشه درسته. از ایران یک نوعه درسته. مثلا در اصفهان بهش میگن عروسک پشت پرده، برای که عروسک هاییست که دست توش میکنن و یک پرده است و از پشت این کارو میکنن. درسته. در تبریز بهش میگن نمایش شاه سلیم. هر کدوم از اینا به نوعی آمده به ایران. مثلا نمایش عروسکی تبریز از اروپا آمده. اوکی. نمایش پهلوان کچلک شیراز از هند آمده. نمایش تهران شکل خودش رو گرفته که اون سیاه معروف رو داره، سیاه به خاطر نمایش روحوزی آمده توی نمایش، ولی مثلا در نمایش عروسکی شیراز سیاه توش نیست. اوکی. و ولی در اون وقتی اون صدا رو چون سیاهه اینجوری هر میزن مبارکه بود تو تهران، نه در مبارکه رو اون کسی که ضرب داره میزنه جای مبارکه حرف میزنه و آواز میکنه. درسته. من رفتم به دنبال اینها، به دنبال این کارهایی که این کارو میکردن، آمدم دیدم در یک محله خاص که محله یهودی های شیرازه که بسیاری از هنرمندان موسیقی از اونجا آمدن، هنرمندان آمدن، آشنا شدم با کسانی که این کار رو میکنن. آمدم یک مقاله نوشتم در این باره، یک تحقیقی کردم راجع به گذشته این نمایش. خب و آمدم به چه سنی این کارو میکردی؟ سال آخر دبیرستان 17 سالم بود. این کار رو آمدم و وقتی که نشون پدرم دادم، برای که پدر من بسیار علاقه من بود به این کارا، گفت باید تکمیلش کنی، از جاهای دیگه هم سوال کن. و این تحقیق رو تایپ کردم و به توصیه استادم که استاد نقاشی من بود، استاد ویشگایی که مدتی پیش به رحمت ایزدی پیوست، دادم به وزارت فرهنگ و هنر به عنوان تحقیق در این کار. آقای پربود منو خواست، اون موقع اسمش هنرهای زیبا بود، و منو خواست و گفت خیلی خوشم آمده شما این کارو کردید. در اون موقع 500 تومان به من پاداش داد. اون موقع حقوق یک مدیر کل 1200 تومان بود. خب و به من گفت یک اداره تازه‌ای درست کردیم به اسم اداره هنرهای دراماتیک که برو اونجا، و اونجا قسمت عروسکی است. یک آقایی به نام آقای قزنلر از اروپا آمده، کارهای عروسکی میخواد انجام بده، شما برو سراغ اون. یعنی هنرهای زیبا با هنرهای دراماتیک اصلا جدا بودن در نخل. زمان ببینید هنرهای زیبای کشور که بعدها شد وزارت فرهنگ و هنر داره. یک اداره بزرگی بود که شعبات مختلف داشت. اداره هنرهای دراماتیک قسمت نمایش اجرا میکرد، اداره مثلا کارگاه قالی بافی قسمت موسیقی، قسمت تعلیم ساز و غیره بود. ما رفتیم اونجا و آشنا شدیم با رئیس اداره هنرهای دراماتیک که تازه 6 ماه بود این اداره درست شده بود، آقای دکتر مهدی فروغ. دکتر مهدی فروغ تنها ایرانی بود که آکادمی سلطنتی انگلستان رو گذرانده بود و شکسپیری هم بود، و قبل از اون نمایشنامه پدر اثر استرینگبرگ رو در ایران روی صحنه برده بود. آقای دکتر مهدی فروغ الان در شیکاگو هستن، 96 سالشونه، عمرش طولانی باد. و من هر موقع که میرم به دیدار این استاد، و آمده بود اینجا و همه برای بچه‌های تئاتر، برای که بعدها ایشان هنرستان هنرهای دراماتیک رو ایجاد کرد و بسیاری از برای بچه‌های تئاتر شاگرد ایشون هست. و به ما گفتن که بیا تو این کارگاه نمایشی عروسکی. من اومدم اونجا و اون آقای قزندر بعد از مدتی رفت و من شدم مسئول اون کارگاه عروسکی در اداره هنرهای دراماتیک. و برای اینکه تکمیل کنم کارمو، روزها
شاید هم جز اشتباهات هم بود برای که گرفتاری برام درست کرد. میرفتم به سفارت چکسلواکی برای اینکه اونا استاد این کار بودن، کتاب ازشون میگرفتم برای این کار. و یک بار به خاطر همین موضوع به ساواک هم رفتم، برای اینکه گفتن شما اون موقع کشور کمونیستی بود که چرا میری اونجا، ولی به هر حال به خیر گذشت. در اداره هنرهای دراماتیک موندیم و بعدها اون کارگاه تعطیل شد، ما به کار نمایشی پرداختیم. من بعد رفتم هنرستان هنرهای تزئینی، لیسانس گرفتم اونجا. بعدها که اولین تلویزیون آمد، وزارت فرهنگ هنر اونجا کارها همینطور شروع شد تا آلوده شدیم این کار. به کار تلویزیون؟ به کار تلویزیون و تئاتر، برای که اون اداره تئاتر بود. ولی شما از تئاتر شروع کردین کارتون یا از تلویزیون؟ نه از تئاتر شروع کردیم. از تئاتر شروع کردیم. اولین بار که من روی صحنه رفتم، آقای حمید سمندریان که الان در ایران استاد دانشگاه رشته تئاتر، از آلمان آمد به اداره تئاتر. این گفت یک نمایشی میخوام بیارم روی صحنه، نمایشنامه برنارد شو، سرباز شکلاتی. و به من گفت نقش اولش رو میخوام بدم به تو. گفتم من نمیتونم بازی کنم. نمایشنامه رو خوندم، یکی از قشنگترین و یکی از مشکلترین نمایشنامه هاست. گفتم نمیتونم بازی کنم. گفت باید بازی کنی. بعد به هم خورد تا یک نمایش دیگه دست گرفت، در بسته، که به نام دوزخ ترجمه شده بود از ژان پل سارت، که در اون برای اولین بار من بازی کردم و با نقش چندم. نقش چندم. این همش چهار تا بازیگر داشت. این نمایشنامه، نمایشنامه است که دو تا زن و یک مرد آمدن به دوزخ، به جهنم. منتها جهنم یه جای معمولی است و این جهنم یک دربون داره که نمیگذاره اینا دیگه برن بیرون و هیچ وقت بوجه نمیزنه. من اونو بازی کردم. خب و بوجه نمیذاری؟ نه خیر. و عشق باعث میشده. و این جالب بود که این سه نفر که دوزخ آمدن، اینقدر با هم کشمکش میرن که خودشون برای خودشون جهنم ایجاد میکنن. در نتیجه ژان پل سارت چیز میکنه، نتیجه گیری میکنه که این خود ما هستیم در همین دنیا، برای هم دیگه جهنم ایجاد میکنیم. جهنمی در اون دنیا وجود نداره، جهنم همینجاست. چه خوش شانسا بودین شما، یا اینکه تصادفی بود، یا اینقدر هنر نشون دادید که سریع بهتون این موقعیت ها براتون پیش اومد؟ نمیدونم، من اصلا عقیده ندارم به شانس، ولی موقعیت هایی است که جلوی پای آدم قرار میگیره، باید از این موقعیت ها استفاده کرد. بسیاری از این موقعیت ها هم شماش میتونین اسمش رو بدشانسی بگذاری. مثلا در همون موقع در اداره تئاتر که ما با هم کار میکردیم، من، آقای نصیریان، آقای کشاورز، آقای انتظامی، آقای جوانمرد و غیره و غیره، یک کارگردان فرانسوی آمد که یک فیلمی در ایران بسازه و دنبال یک بازیگر برای یک نقش کمیک میگشت. همه هنرپیشه رو انتخاب کرد، منو امتحان کرد. خب ولی این فیلم به هم خورد اصلا تو ایران. بنابراین اگر اسمشو بچه‌هاسی بتونیم فیلم به هم خورد. و اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر، یعنی همین اداره هنرهای دراماتیک، وقتی تلویزیون در ایران آمد، تلویزیونی که آقای حبیب ثابت، تنها تلویزیون خصوصی خاورمیانه که امتحان کرد، منو انتخاب کرد. خب ولی این فیلم به هم خورد اصلا تو ایران. بنابراین اگر اسمشو بچه‌هاسی بتونیم فیلم به هم خورد. و اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر، یعنی همین اداره هنرهای دراماتیک، وقتی تلویزیون در ایران آمد، تلویزیونی که آقای حبیب ثابت، تنها تلویزیون خصوصی خاورمیانه که درست کرد، قرار شد که اداره ما هفته یک تئاتر داشته باشه اونجا. خب تازه سال اولی بود که این تلویزیون درست شد، من شدم مسئول برنامه‌های تئاتر اونجا و بعدها کارگردان تئاتر. بعدها با یک حادثه یا شانسی که شما میگید، رفتیم به اروپا و من رفتم به بی بی سی برای تلویزیون. من به شانس برای شروع اعتقاد دارم، ولی بعدش دیگه اعتقاد بیشتر دارم. من فکر کنم ممکنه اون
عوامل جلوی شما قرار بگیرن که اون به نظر من شانس هستش که برای شما کار رو در همون مرحله اول مهیا میکنه، ولی بعد از اون دیگه باید خودتون نشون بدید که تا چه حدی. آره اون شانس اول میتونی موقعیت بشه، موقعیت بله اسمش شانس بزنیم همون که شما میگید. کودکی چطور؟ کودکی راحتی داشتید؟ کودکی آرامی داشتید؟ چجور کودکی بودید؟ ببینید من داستانشو بگم که من از همون بچگی دلم میخواست تو کار نمایش باشم، ولی مشکل لکنت زبان داشتم. بله. و این نکته خیلی جالبی بود برای من که همون موقعم که به اداره تئاتر اومدم و این لکنت رو داشتم. بعدها کلاس هایی رو که آقای دکتر مهدی فروغ اونجا گذاشت، از جمله کلاس فن بیان و غیره و تمرینی که همیشه روی حروف میکردیم برای کار تئاتر که جزء کارهای تئاتره، مثلا ب ب ب ب ت ت ت ت و اونچه اینها، این حالت رو از من برد. بعدها از همون موقعیت هم استفاده کارهای نمایشی میکردم، ولی همون باعث شد و بعدها خدمتون بگم که خیلی ها به من تلفن میکردن که آقا چجوری لکنتت رفت؟ ما مثل اینکه پزشکی میگفتیم باید بیای تو کار تئاتر، میگفتن نه آخه این طبیبه. یعنی سخت مشکل سیر بیان میکرد. آره و میخوایی داستان براتون بگم خیلی جالبه. خوشحالم. موقعی که من در یک دبستانی در تهران بودم و لکنت زبان داشتم، یک خانمی معلم ما بود و این مرتب از خوندن من میخندید و بعد یک بار در کلاس منو برد که فارسی بخونم و یک دوستشم با خودش آورده بود و من شروع کردم به خوندن، شروع کردم به خندیدن. من کتابو پرت کردم، از کلاس آمدم بیرون. 9 سال یا 10 سالم بود خب، و این معلم من تو کلاس زور حبس کرد به خاطر توهینی که به معلم کرده. پدر من آمد من از اون مدرسه برد و اصلا اون موقع نمیدونم این موقع میگفتن سو کردن اینها، با وزیر فرهنگ صحبت کرد و اصلا برای اون مدرسه خیلی مشکل ایجاد شد. اینو داشته باشید تا موقعی که من در وزارت فرهنگ و هنر بودم، یه روزی منو مأمور کردن که به دیدار وزیر فرهنگ برم، خانم فرخرو پارسای، در یک جلسه شرکت کنم که در این جلسه به بچه ها یاد بدیم که کارهای عروسکی و نمایشی در مدارس اجرا بشه. اون میز من رفتم اونجا، خانم فرخرو پارسای هم نشسته بود، 5-6 تا خانم دیگه هم بودن. تا وارد شدن دیدم قیافه یه خانمی خیلی به نظر من آشناست، نگاه کردم دیدم همون معلم ماست. تو ذهن مونده؟ آره آره، اصلا تو ذهنم همیشه مونده، الان هم ببینمش میشناسمش. دیدم همون خانمه، خانم فخرو پارسای. گفت آقای کاردان شما بفرمید که برای بچه ها چه کار باید کرد. گفتم که خانم وزیر، برای بچه ها اول باید معلم های خوب داشت. بعد اون خاطره رو گفتم که این کارو کردم. همه منو نگاه میکردن. گفتم نمیتونم نگم، این خانم بود. بعد جلسه آمدم بیرون. بعدها نمیدونم با اون خانم چی کار کردن، ولی بعدها که خانم فرخلو پارسا دیدم، گفت میخوام ببوسم، با وجود اینکه زن بسیار مؤمنی بود. گفت تنها نادر کسانی هستن که میبوسم به خاطر اون جلسه ازت تشکر میکنم. مؤمن بود؟ بله، خانمی بود که نماز میخوند و برای همینم اخیرا کتابی راجبش نوشتن، مثل اینکه حرفایی در اومده توش. بگذاریم از کار. خب وقتی که میاین و روی لکنت زبانتون کار میکنید، شروعی هم که کردید، شروعی که کارتون هم که کرده بودید، مشکل داشتید دیگه؟ نه، عمدن این کار میکردم دیگه، نداشتم مشکل. راست بگید؟ برای استفاده میکردم از این موقعیت، برای که شیرین میشد. آه این مثلا تو نمایش مخصوصا این کار رو انجام میدید؟ بله بله. خب یادتون نمیرفتش مثلا دیدیم بعضی وقتا یکی از نقش پیرمرد رو بازی میکنه، بعد اولش دستش میلرزه مثلا چای رو میگیره، بعدش یواش یواش یادش میره، باز دوباره یادش میاد، باز دوباره شروع میکنه. اون شخص بازیگر خوبی نیست. نیستش. بله. ولی یعنی ولی شما یه لغتی خاصیه که این غلط به وجود میاد. بله، مثلا یادمه که رو حرف دال اینطوری بود و بعد بدشانسیه که مثلا اداره ما اسمش اداره هنرهای دراماتیک بود، شماره 2 بود
و همه چی با دار بود و بعد رو همین تمرین میکردیم. آقای خادم نمایش رو بازی کردید، نمایش اولتون، و نقش اون سرباز رو داشتید، سرباز دربان، دربان دوزخ. دوزخ، دربان دوزخ رو داشتید. بعد از اون چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون گفتم که به کارهای تلویزیونی، درهای دیگه باز شد. بله، نمایش‌های تلویزیونی شروع شد. اوکی. که ما هر هفته روزهای چهارشنبه در تلویزیون، اون موقع اصلا تیپ وجود نداشت. همه چی زنده می‌رفت. اوکی. و یک نمایشنامه رو چهارشنبه شب‌ها به صورت زنده اجرا می‌کردیم. و با دکورای متعدد. جمع آوری هم نمی‌شد کرد. چون هم تمام می‌شد، دیگه تمام می‌شد. بله، دیگه زنده می‌رفتیم. یعنی مثلا اینطوری تنظیم می‌کردیم که نمایشنامه در سه تا دکور اجرا می‌شد، در این قسمت تا بازی می‌شد، یه دوربین دوم می‌رفت و دو دوربین بیشتر نبود. دوربین دوم می‌رفت اونجا، بعد اونجا شروع می‌شد و من از اونجا کارگردان تلویزیون انجام دادم، کارگردانی تلویزیون، که بعد به خاطر یک شانس شما یا حادثه یا موقعیت راه پیدا کردم به بی بی سی. اینطوری بود که اون موقع تلویزیون بی بی سی برای کشورهای خاورمیانه یک دوره‌ای رو می‌گذاشت برای آشنایی با تلویزیون، چون تلویزیون هنر تازه‌ای بود اون موقع، نه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد نه در مدارس عالی. و من آمدم به اتفاق آقای جوانمرد با دو نمایشنامه به پاریس برای فستیوال تئاتر ملل، یک فستیوال تئاتر بود در تئاتر سارا برنارد، سه نمایشنامه روی صحنه آوردیم. چه سنی داشتید اون موقع؟ اون موقع من 24-25 سالم بود، 22-23 سالم بود، و یک نمایشنامه و دو نمایشنامه کوتاه عروسکی از آقای بیزایی، بیزایی هم با ما بود. در همون موقع من در اداره تئاتر یک نمایشنامه نوشتم به اسم امیرارسلان نامدار که کتاب امیرارسلان رو به صورت روحوزی آورده بودم. در همون موقع علی نصیریان این نمایشنامه منو در تالار 25 شهریور افتتاحیه تئاتر بود. این تئاتر الان به نام تئاتر سنگلج معروفه. تئاتر 25 شهریور در همون موقع روی صحنه آمد و ما در پاریس بودیم. من از پاریس بعد از اجرای نمایشنامه ها رفتم به لندن برای همون دوره بی بی سی. بعد علی نصیریان چیکار کرد؟ یه خود علی نصیریان نمایشنامه منو در تهران روی صحنه داشت. ما با خودش بازی میکرد. خودش هم بازی میکرد. و کارگردانیش هم با خودش. و کارگردانی خودش میکرد، انتظامی نقش اولش رو بازی میکرد و بسیار هنرپیشه‌های دیگه. پرویز صیاد اون موقع آسیستانش بود. آسیستان نصیریان. نصیریان. که همین نمایشنامه من رو روی صحنه برده بودن که من هرگز اجراشو ندیدم. راستی؟ نخیر. برای که بعد رفتم به لندن. خب در لندن در اون دوره بی بی سی که بودیم، که یک کلاس زبان می رفتیم و بعدم می رفتیم توی بی بی سی که کار می کردم، در قسمت فیلم بی بی سی اون موقع خیلی کار 16 میلیمتری می شد برای کارها. یک گروهی رفته بودن به یکی از کشورهای آفریقایی همراه ملکه الیزابت و اونجا سیاه‌ها یک آوازی خونده بودند برای ملکه الیزابت، ویلکام هر ماجستی، ویلکام کوین الیزابت، ویلکام هر ماجستی. این بود، اینو داشتن مونتاژ میکردن توی چیز. بعد ما اونجا نگاه میکردیم، آتش افتاده روی زمین، من آتار رو جمع کردم. آتش آوت فیلم. فیلم رو که میریختن اینا رو جمع کردم و به معلممون آقای ویلسون اسمش بود گفتم من میتونم اینا رو ادیت کنم خودم. گواره بعد از اونها که تعطیل میشد همون آهنگو برداشتم، روی اون آهنگ آوتار رو روش با ریتم اون آهنگ ادیت کردم 16 میلیمتری روی موویولا. خب و معلمه اومد دید گفت خیلی خوبه، من خودم یک مدرسه ای رو تازه تأسیس کردم به اسم اسکول آف تلویزیون پروڈکشن. خب تو بیا تو مدرسه ما. گفتم پولم کمه. گفت هر چقدر میخوای بده. ما رفتیم شب‌ها تو وضع مالی چطور بودش؟ خلاص از تهران اداره برام پول میفرستاد و یه مقداری داشتیم. ببینم اونم نقش بازی کردی گفتی پولم کمه یا واقعا پول کم بود؟ نه آخه نمیدونستم شهریه چقدر بود. تلویزیون چه گرانی بود. اوکی. من رفتم تو اون مدرسه و اون دوره یک سالش رو گذروندم و شاگرد اولش شدم. در همون موقعی که در انگلیس بودم من یک نمایشنامه نوشتم به اسم سیاه زنگی، مرد فرنگی و دایره زنگی
که بعدها آقای عباس مغفوریان در همون تالار 25 شهریور روی صحنه آورد. و در همون موقعی که در انگلیس بودم اولین سریال ایرانی رو نوشتم به نام سرکار استوار. سه قسمت رو نوشتم که برگردم ایران و اولین سریال ایران در اولین سریال این همون 24-5 سالگیه؟ بله بله. اوکی. برگشتم به ایران و این سریال رو اول بردیم به وزارت فرهنگ و هنر، گفتن ما سریال نمی‌سازیم، ما کار نمایش سطح بالا می‌کنیم. آوردمش به کانال 3 یعنی تلویزیون ایران، تلویزیون آقای ثابت و آقای دکتر محمودی که الان هستن مدیرش بود. گفت در ایران امکان ساختن سریال نیست. در همین موقع با پرویز صیاد و منصور پورمند با همدیگه یک مؤسسه‌ای درست کردیم که یک برنامه‌هایی رو برای تلویزیون درست می‌کردیم به اسم حرف تو حرف که بعدها آقای خیاط باشی هم از همین برنامه اومد بیرون. بعد به من خبر دادن که یک تلویزیون دولتی درست میشه به نام تلویزیون ملی ایران. من اومدم پیش مدیرش، آقای جوانی بود به اسم آقای رضا قطبی، و گفتم گفت بله سریال بسازیم، ما هیچ امکانی در این تلویزیون نیست برای اینکه کار دوربین بریم فیلم 35 میلیمتری بسازیم. اولین قسمت این سریال به اسم صندوقچه اشرفی رو من با صیاد بازی کرد توش. با در استودیو ایران فیلم آقای مازیار پرتو فیلم بردارم بود و به صورت فیلم ساختم یک ساعت اولین با 35 با 35 ساختم و صیاد نقش یک روستایی رو اون تو بازی کرد که بعدها این روستایی شد صمد که تو مصاحبه هم مثل که صیاد اشاره کرده این قضیه. علی حاتمی هم تو اون قسمت اول من بازی کرد که بعدها این سریال سرکار استوار که اولین سریال ایرانی بود ادامه پیدا کرده. پس یعنی قبل از سرکار استوار هیچ سریال ایرانی وجود نداشتش؟ نه خیر. اوکی. بعضی نمایش های مثلا دو قسمتی سه قسمتی در تلویزیون ایران تلویزیون ثابت اجرا می شد ولی تلویزیون ملی ایران با این سریال افتتاح شد. با چه فکری سرکار استوار رو نوشتید؟ دلیلش چی بود؟ داستانش این بود که اولا به هر حال ببینید که قهرمان پلیسی همیشه جالبه. منتها اون قهرمان پلیسی یا آرتیست بازی ما اروپایی آمریکایی که تو ایران نبود. که یادم این موقعی که من بچه بودم ما همیشه از تهران با اتوبوس میرفتیم به شیراز. همیشه موقع برگشت در یک محلی اتوبوس رو نگه می‌داشتن، بازرسی می‌کردن برای قاچاق، چون تریاک می‌آوردن از جنوب اینا. یک سرکار استواری بود که این می‌اومد یه پاشو می‌ذاشت تو رکاب اتوبوس، وای می‌ساد و نگاه می‌کرد به مسافرا. یک نگاه می‌کرد به همه مسافرا می‌گفت تو بیا پایین. هر کی می‌برد پایین تریاک داشت. نمی‌دونم. تجربه پیدا کرده بود دیگه. و از همون من الهام گرفتم برای سرکار استوار و آقای همایون رو پیدا کردم. که ولی این سرکار استواره با اینکه پلیتیک می‌زد اینا، حالا البته بعدها، ولی آدم شوخ مسلکی بود اون. آره دیگه در مسیر اولینطوری، بعد دیگه در مسیر راهش عوض شد. برای که یک هفته من اجرا می‌کردم، یک هفته صیاد اجرا می‌کرد و بعد آقای پورمند هم یک هفته اجرا می‌کرد و راه‌های دیگه ای رو پیدا کرد دیگه. یه سرکار استوار دیگه ای شد. آره دیگه شد سرکار استوار دیگه. ببینید ما آمدیم تو خط شوخی انداختیمش برای اینکه همون سرکار استوار مواجه با اشکال شد. یک دفعه جلسه جنرال ها و سرتیپ های ژاندارمری آمدن اعتراض. من دم یک هفته اجرا میکرد و راه های دیگه ای رو پیدا کرد دیگه. یه سرکار استوار دیگه ای شد. آره دیگه شد سرکار استوار دیگه. ببینید ما آمدیم تو خط شوخی انداختیمش برای اینکه همون سرکار استوار مواجه با اشکال شد. یک دفعه جلسه جنرال ها و سرتیپ های ژاندارمری آمدن اعتراض که این سرکار استوار مثلا توی قهوه خونه چای میخوره پول نمیده، بعد مرغ میاد از یارو میگیره. البته اینطوری بودن ولی میگفتن نکنین این کارو. تو جلسه شرکت کردیم. یک بار هم به خاطر همین موضوع رکن دو شهربانی منو احضار کرد که داستان دیگری داره، به خاطر اینکه بین شهربانی و ژاندارمری رقابت بود و اینا فکر میکردن که ما طرفدار ژاندارمری هستیم به شهربانی نشو کنایه میزنیم. بگذاریم زمانهای گذشته. خب
از ببینید موضوع اینه که خیلی ها کاراکتر پرویز کاردان رو بیشتر از همه به مراد برقی وصف میدن و همیشه میگن که پرویز کاردان مراد برقی، اون کاراکتر مراد برقی و اون شخصیتی که مراد برقی داشتش، یه آدم آرام، یه آدمی که خیلی ریلکس، حتی قدم زدناش هم هم حالت بود. این کاراکتر از کجا آمدش؟ این کاراکتر ساخته منصور پورمن بود؟ اصلا به پورمن ربطی نداره. آها اوکی. چرا این دفعه نام آورد؟ نمیدونم چون شما گفتید فکر نه گفتم استوارها رو یکی از سرکاراسا رو ایشان کار میکرد. خب نخیر این کاراکتر رو خودم درست کردم. ببینید آقای امیر قاسمی، من بیشتر طرفدار های کمدی هستم تا کمدی بوف. اوکی. و ببین مثلا کاراکتر زیبای صمد یک کمدی بوفه، همه کار میتونه بکنه، ولی من بیشتر به دنبال کمدی حادثه هستم، کمدی کاراکتر هستم، های کمدی مثل ژاک تاتی، مثل دنیکه یا مثل بسیاری اینها و اوکی. مثلا هیچ وقت لورر هاردی نیست، همه اینا زیباست دار، ولی کمدی کاراکترهای مختلفه. کارتونی نیست؟ نه خیر، اصلا کارتون نیست. اوکی. ولی بیشتر های کمدیه، یعنی کمدی سنگینه، یعنی در اثر حادثه واقعی ایجاد میشه. اوکی. حادثه طبیعیه، حادثه. ولی دارک هم نیست، نه، سیاه هم نیست. نه کمدی سیاه نه نیستش. اصلا کمدی سیاه نیست، این های کمدیه. یعنی ولی بیشتر مثلا خود مراد برقی همیشه روش ظلم و ستم و ماشینش خراب میشد، همش این مشکلات رو داشت. سیاه نیست، کمدی سیاه. آره نه میدونم سیاه نیست، مسائل چیز ایجاد میشه، جنایی یا غیره ایجاد میشه. یعنی دلتون بیشتر میسوخ واسه این طرف. آره 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 آره، برای اینکه جزو مردم بود. اوکی. اون موقعی که گفتین که مراد برقی بود و البته قبل از اون کارهای نمایشی زیادی ما کردیم، حالا همه اونا رو همه گشتن کنار، چسبیدن به مراد برقی، یا بعد از مراد برقی سریال مرد اول رو من ساختم که جزء کارهای خوب تلویزیونی بود. ولی گفتی مراد برقی، گفتی خیابونا تعطیل میشد، بیشتر از همه برای این سریال لطیفه ساختم، جوک ساختم. میگن یک بار، اینو برای اینکه بگیم برنامه هم یه خورده از خشکی بیرون بیاد، میگن یک بار پادشاه ایران با نخست وزیر اسرائیل، با رئیس جمهور آمریکا و با اینها قرار میشه یک جلسه تشکیل بدن، منتظر روزش بودن. میگن صبح شنبه باشه، نخست وزیر اسرائیل میگه ما شنبه کار نمیکنیم، نمیشه. میگن روز یک شنبه باشه، رئیس جمهور آمریکا میگه یک شنبه ها ما باید برم کلاس ها، نمیتونیم. میگن دوشنبه باشه، شاه ایران میگه دوشنبه مراد برقی داری، من نمیتونم. پس دوشنبه ها بود. دوشنبه ها بودش. و قبل از اون ما با پرویز صیاد نمایشنامه در انتظار گدو رو بازی کردیم. این کاراکتر مراد برقی که از کجا اومدش؟ چون الان متوجه شدیم که سرکار استوار از کجا میاد. حالا مراد برقی هم تو همون اتوبوس بود یا جای دیگه ای بود؟ مراد برقی بود که کاراکتری رو من درست کردم و بعدا از یک نویسنده خوبی داشتیم، آقای بهبهانی. فرزند آیت الله بهبهانی. آیت الله بهبهانی رو در اوایل انقلاب ترور کردن که و همینطور فرزندش نویسنده رادیو و مترجم بود و نویسنده ما بود، با اون صحبت کردیم. اول من شروع کردم به نوشتنش، بیشتر از همه این بود که به دنبال یک کارکتری میگشتیم که این بتونه از استودیو بیرون بره، از خونه ها بیرون بره. و تلویزیون اصرار داشت که ما حوادث بیرون از استودیو رو هم حوادث بیرون از خونه ها رو هم بیاریم به داخل نمایشنامه ها، چون همه چی در داخل دکور انجام میشه. بنابراین این کاراکتر من درست کردم که متغیر بود، با اون ماشین معروفش راه میافتاد به دهات و نقاط مختلف. و اوایل 13 تای اولم فقط فیلم بود، با فیلم ساختیمش، با فیلم 16 میلیمتری، تا بعد که آمد به اون خانه معروف که 7 تا دختر داشت و یک برادر و قصه معروف شروع شد. از کسی، یعنی الهام از شخص خاصی نبود؟ نخیر. نبود. نه 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 همینطوری؟ نه. کلاه، لباسه؟ نه خودم. خودتون؟ حتی ماشینه رو من خودم. آره ماشینه، مثلا ماشینه قیافه خاص خودشو داشت دیگه. این بنز 170 بود.
خریدمش و دادم که اونطوری که من نقاش بودم دیگه چجوری درستش کنم. درست این سقفش اینا رو کندن؟ نه سقفش تر جاش بود، برای شیروانی روش. آره شیروانی بود و یک دودکش گذاشته بود. بعد چطوری اونجا ارزیابی میکردم؟ گفتم مثلا خب این سریال بینندش زیاده، بینندش کمه، حالا از روز اول همون دوشنبه ها بود؟ بله بله ادامه داشت. چند بخش، چند قسمت، چند اپیزود؟ حدود 85 اپیزود از این هست. هیچیشو دارین خودتون؟ نه خیر. هیچیشو میدونی کسی داشته باشه؟ فکر میکنم برای که اون موقع که اجرا میشد ویدیو به این معنایی که امروز هست در خانه ها نبود و تنها سریالی که ویدیوش آمد بیرون چیز بود، دایجانا پلان بود که اون یک، اونم یک نفر که تو کار فنی بود اینا ویدیو کرده بود آورد آمریکا، ولی بقیه واقعا اون موقع ویدیو نبود. بعدها در اواخر کار دیگه بتامکس آمده بود که درست. ما تو خونه داشتیم و شاید هم اون موقع علاقه نداشتیم ضبطش کنیم، فکر میکردیم ما نمیدونستیم انقلاب میشه و همیشه تو آرشیو تلویزیون هست و به صورت نوارهای 2 اینچی آرشیو شده. اون موقع دستگاه 2 اینچ بودن. این 80 خورده قسمت وقت پشت سر هم ضبط میشد یا اینکه نه خیر هفته مثلا... یک دونه نه منظورم اینکه خب نه هفته یک ضبط میکردیم بعد وقت نه منظورم 82 هفته متوالی رفتیم. متوالی رفتیم. بله بله. یعنی مثل آمریکا نیست اصلا تعطیل نشه بریک بشه. نه نه نه, نه. اصلا تعطیل نشه. خب آخه قصه چطوری بودش؟ چطوری میرفت جلو؟ قصه رو میرفتیم جلو دیگه. من با آقای بهبهانی که با من کار میکردیم میشستیم در عرض هفته قصه رو ایجاد میکردیم و بر به خاطر وقایعی که اتفاق میفته در نظر بازیگرامون قصه رو عوض میکردیم. مثلا همون عشق من به قول شما محبوبه یک بار یه فیلم خورد به طولش، دعوامون شد و رفت و ما هفته باید نمایش داشتیم و ضبط نکرده بود. من سناریو رو عوض کردم که پدر دختره فرسود خونه عموش، برای اینکه این مراد برقی زیاد مزاحم توی خونه است و داره دختره منو نگاه میکنه و اصلا قصه مسیرش عوض شد. یه دفعه یه گیرایی دیگه پیدا کرد. بعد تو اون خانم از فیلم برگشت و معذرت خواهی کرد و 2 مرتبه آوردش. خانم نگار. نگار بعد. اوکی. ایشون هم کسش شما بوده؟ بله. نگارم کشف شما بود؟ نگار رو جزو هنرپیشه که انتخاب میکردیم آقای کنی که فیلم بردار بود با ما آشنا کرد و آورد برای ما. بعضی به هر صورت یه گروه خاصی داشتن که مثلا همون آقای صیاد یه گروه خاصی بودش که همیشه اون گروه کار میکردن. برای شما هم همین حالت بود؟ بله. که نه شما آزاد اول من با آقای صیاد با هم کار میکردیم، ولی بعدها که دفترمون رو جدا کردیم و البته بعد با هم کار میکردیم اونشون گروه خود چه داشت منم گروه خود. ولی همیشه اون گروه بود؟ چه هر کاری شما میکردید اون گروه بود؟ تقریبا بیشتر اعضای اون گروه بود. مثلا مرد اول هیچ کدوم از مرد اول؟ نه مرد اول یک سریالی بود که به اکثر هنرپیشه‌هاش مثلا مثل آقای گرشا که نقش اصلی رو بازی میکرد. گرشا رؤوفی؟ رؤوفی بله. اوکی. یکی از قشنگترین بازی هایی است که انجام داد و اتفاقا عکسش رو دارم آوردم در اون سریال و بسیاری از بازیگران اون موقع وزارت فرهنگ و هنر در اون سریال بازی کردن. اون سریال رو من به اتفاق آقای دکتر صدرالدین الهی نوشتیم و یک سریال تاریخی با ندارم ولی فکر میکنم یکی از بهترین کارهای سریال. قصه رو چی بود مرد اول؟ قصه در زمان آخر سالهای قاجار اتفاق میافتاد و آمدن رضا شاه و یک ریولوشن، یک تغییراتی که در وضعیت همه ایران ایجاد میشد. برای قصه خانوادگی بود. اوکی. هیچ مشکلی نداشت به خاطر اسمش، به خاطر این مسائل در زمان شاه؟ نه خیر. نه 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 مرد اول نه. و مثبت بود سریال؟ بسیار. به خانوادگی؟ خانوادگی. آره وقایع رو شهر میداد. وقایع هم واقعا وقایع تاریخی در اون زمان اتفاق میافتاد بود. اوکی. ولی هیچ فضای کمدی هم نداشت؟ نه. اوکی. نه. شما خودتون دوست دارین به چه عنوان بشناسنتون؟ یه بازیگر یا یه کارگردان کمدی یا یه نویسنده‌ای که بیشتر کارهای کمدی انجام میده؟ وقتی مثلا نگاه میکنین به پرونده خیلی از کارگردان آمریکا یا اروپا، به هر حال اینا هر کدومشون توی فضای خودشون یه ژانرای خودشون رو دارن، برای شما کدوم بیشتر؟ من دوست دارم منو به عنوان پرویز کاردان بشناسن. تو چه ژانرایی؟ در همه کارهایی که انجام دادم.
کدومش بیشتر دلچسب‌تر برای شما بوده یا برای بیننده‌تون؟ برای بیننده بیشتر سریال‌ها بوده، ولی برای خودم بیشتر کارهای تئاتری که انجام دادم. اوکی. پس حالا برگردیم به عقب، در رابطه با تئاتری که گفتید با پرویز صیاد انجام دادید و اسمش چی بود؟ در انتظار گودو. در انتظار گودو. در انتظار گودو نمایشنامه بود که وقتی روی صحنه آمد با استقبال به خصوص روشنفکران مواجه شد، برای اینکه این نمایشنامه ساموئل بکت که یک نمایشنامه پوچیه، نمایشنامه‌ای است که ظاهرا خنده داره ولی کمتر کسی اجراش کرده، هنوز هم در همین آمریکا یا اروپا وقتی اجرا میشه به عنوان یک کار با ارزش میاد، برای اینکه این نمایشنامه. و در این نمایشنامه یک کارکتری وجود داشت که این کارکتر شاید در هیچ نمایشنامه من ندیدم. این کارکتر نقش یک انسان بود، یک انسان، یعنی نمایشنامه عبارت از دو نفرن که در کنار خیابون در انتظار گودو هستن، در انتظار یه معجزه هستن که اتفاق بیفته. و این گودو، حالا ساموئل بکت بعضیا گفتن که یک سمبولیست، یعنی حالا یا البته خیلی‌ها گفتن از لغت گاد گرفته و حتی یک ترجمه هم ازش تو ایران شد به نام خودو. گفتیم نه بابا، این اصلا نمایشنامه مقصودش این نیست، مقصودش یه نفره که میاد و این دوتا آدم آواره رو چیز میکنه، نجات میده از این وضعیت، و این دوتا برای اینکه اینقدر بیکارن خودشون رو سرگرم میکنن. از جمله یه نکته جالبش اینه که میگن بیا با هم فوش بدیم. خب هر چی میگن به هم دیگه بدشون نمیاد، میگم یه چیزی به تو بگم بدت میاد، هر چی میگن بدش نمیاد، یه جا بهش میگم منتقد، اینجا بدش میاد. و این کینه یک کنایه است که ساموئل بکت میزنه به منتقدین که بدترین فوش دنیا این منتقد. بخش این دو نفر شما و نه نبودید. این دو نفر آقای صیاد بود و حالا عرض میکنم خدمتتون. بعد دو تا نقش دیگه هم بود که یک ارباب می آمد که این ارباب یک کارگر داره دنبال خودش به نام لاکی، در انگلیسی ترجمه شده لاکی، در فرانسه ترجمه شده لوکی. این لوکی که همیشه دو تا چمدون دستشه و تکون نمیخوره، یک آدم لاغریست که هرگز تکون نمیخوره، همیشه با چمدون وای میسه، یک کناب هم ارباب گردنش انداخته، خب میاد وای میسه و این دو نفر نگاه میکنن به این آدم و این آدم تکون نمیخوره، یک دفعه به حرف میاد، یک دفعه که به حرف میاد در حدود 10-15 صفحه پشت سر هم حرف میزنه، اینقدر حرف میزنه که اونایی میخوان ساکتش کنه نمیتونه، این باز حرف میزنه، حرف میزنه، این سالیست که حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه، بالاخره میفتن رو سرش تا دهنش رو بگیرن خفش کنن حرف نزنه و زبونش بند بیاد. و یکی از زیباترین نقشایی است که در تئاتر نوشته شده. و یه خاطره هم دارم که این دو نفر کیا بودن؟ اجازه بدید الان بیام. دو نفر اول آقای صیاد بود با اتفاق دوستمون که کارگردانم هستن، الان تو ایرانم هست، حالا من یادم میاد خدمتتون میگم. و شما مونی بودید که می‌خواستن خفتون کنن؟ بله بله، من لاکی رو بازی می‌کردم و لوکی یا لاکی رو بازی می‌کردم و بسیار نقش مشکلی بود، مخصوصا اون حرفایی که به دفعه 7 8 صفحه حرف می‌زد و میآمد و اینها. و این نمایشنامه رو ما در انجمن ایران آمریکا روی صحنه آوردیم و یکی از قشنگ‌ترین اجراهایی که داشتیم در شب شعر خوشه با احمد شاملو که اون موقع الان کتابش هم که هست یادی کرده از من و دوستانمون که این نمایشنامه رو ما در شب خوشه برای احمد شاملو بازی کردیم و جزء کارهای روشنفکری اون زمان بود. تئاتر مال کی بود در اون زمان؟ مال طبقه روشنفکر بود؟ مال مردم عادی بود؟ کیا به تئاتر می‌رفتن و تئاتر چطوری حمایت می‌شد؟ ما یک سری سالن‌هایی رو داشتیم در لاله‌زار که یک نمایشنامه رو روی صحنه می‌آوردن. بیشتر اون رو حوزی و اینا بود. ولی خود لاله‌زار قبلاً جای نمایشنامه‌های من خودم وقتی بچه بودم در یکی از تئاترهای لاله‌زار نمایشنامه تاجر ونیزی شکسپیر رو دیدم. خب که آقای تفکری رول شایلوک رو بازی می‌کرد و آقای قنبری بازی می‌کرد و دیگه خانم مهرزاد بازی میکرد. نمایشنامه های سنگین میاد. بعدها که لاله‌زار شد جای دوستانمون که از شهرستان ها می آمدن و بیشتر سبکتر شد، تئاترای چیز آمد، تئاترای
سبکتر نمایشنامه روزی به قولشون اون زمان یادم میاد بودن آتراکسیون داره. آره آتراکسیون. چون قبلش یادم میادش یه نفر خانم میادش میرقصید یه نفر نمیدونم شعبده‌بازی میکرد بعدم تئاتر سیاه‌بازی نمیشه. درسته. بعدها این خاطرم دارم یه موقعی در وزارت فرهنگ هنر آمدن به ما گفتن که بیایید کار بگذارین و در یکی از تئاترها کارهای سنگین بگذارین. اون زمان یادم میاد بودن آتراکسیون داره آتراکسیون. چون قبلش یادم میادش یه نفر خانم میادش میرقصید یه نفر نمیدونم شعبده‌بازی میکرد بعدم تئاتر سیاه‌بازی نمیشه. درسته. بعدها این خانم یه موقعی در وزارت فرهنگ هنر آمدن به ما گفتن که بیایید کار بگذارین و در یکی از تئاترها کارهای سنگین بگذارین. یک نمایشنامه ما در تئاتر تهران دو نفر اومد تو سالن دو نفر بود. بعد ها ول کردیم بعد همون تئاترهای خودشون گذاشتن و اومد و چیز روی صحنه آمد سریال خانه به دوش دو مرتبه بذار فرهنگان من گفت اگر میتونی یه تئاتر بذار در لاله‌زار که از این شکل اینطوری در بیاد. خیلی هم به ما کمک کردن. ما یه سالن تئاتر رو گرفتم توش خرج کردم چراغ گذاشتم صحنه درست کردم اینا. کدوم تئاتر؟ تئاتر دهقان. و یک نمایشنامه رو اونجا آوردم روی صحنه به اسم رمزون خان. خب با این نمایشنامه 3 ماه رفت هر شب. بعدها دادمش دست کسی دیگه باز دو مرتبه همون اومدن و همون طور شد. محیطش هم محیط سالمی نبود لاله‌زار. یعنی شبها واقعا میترسیدیم و به هر حال اون تئاترایی بود که تو لاله‌زار بود ولی دولت هم سعی میکرد که تو اداره تئاتر و وزارت فرهنگ هنر یک سالن‌های آبرومندی داشته باشن که همین سالن‌هایی که الان هم توش دارن نمایش میدن. وقت درآمد هم بود؟ بله. درآمد خوبی داشتید؟ بد نبود. البته ما اون موقعی که در تئاتر 25 شهریور دست ما بود بازی می‌کرد تئاتر دولتی بود کارمند دولت بودیم ولی از درآمد تئاتر هم به ما میدادن یه مقدارش. مثلا تو آمریکا که نگاه می‌کنیم یا توی اروپا که نگاه می‌کنیم یه تئاتری که ساخته میشه با این همه هزینه یا با هنرپیشه و اینها این تئاتر سفر می‌کنن. یعنی از یه مدت طولانی در نیویورک هم بعد میرن لس آنجلس بعد میرن شیکاگو بعد میرن شهرهای مختلف و شاید مثلا چند سال یه تئاتر ادامه داشته باشه به خصوص موزیکال ها. ولی آیا در ایران هم این حالت وجود داشت؟ یعنی غیر از تهران تئاتر مختص تهران بود و بس؟ تئاتر مختص تهران بود. شهرستان ها بعضی از شهرستان ها مثل اصفهان شیراز و رشت تئاترای خودشون با هنرپیشه‌های محلی داشتن که مهمترینشون در اصفهان بود. ارحام سعد بود. و بسیاری از آقای رجایی و غیره که بودن اونجا. پس شما هیچ وقت سفری نمی‌کردید. مثلا گودو به اصفهان سفر نمی‌کرد. گودو فقط در تهران روی صحنه آمد. موقعی که من در وزارت فرهنگ هنر بودم به اتفاق دوستانمون یک سری نمایشنامه رو می‌بردیم به پادگان‌های آرتشی. یه سفر کاملا دولتی بود. اوکی. پس ولی خود وزارت فرهنگ و هنر هیچ وقت در فکر این نبودش که خب تئاتر رو در سطح کشور رشدش بدیم. چرا؟ یک نه اینکه گروه هایی که در تهران باشن، در خود شهرستان ها یک اداراتی شعبه باز شده بود که گروه های نمایشی خاص خودشون رو داشتن. مثلا یادمه که یک گروهی که در اهواز بودن، این گروه یک نمایشنامه من رو همون سیاه زنگی مرد فرنگی دایره زنگی رو که نوشته بودم اونجا روی صحنه بردن و من رفتم گفتم اجازه از من نگرفتن جلوشون گرفتن بعد رفتم گفتم با اجرا کنید و اون خود اونها اجرا میکرد. آقای کاردان هیچ وقت توی این مقام مقایسه بود یعنی قرار داشتید شما که شما همیشه یه رایوری یا یه چیز داشته باشید که آقا پرویز کاردان و بعد مقایسه باشه با که با هنرپیشه دیگری یا با یا کارگردان دیگری؟ هرگز نبوده. اصلا شما. خوشم نمیاد از این مسئله. من فکر کنم همیشه مردم چی آیا مردم اینو به وجود نمیآوردن؟ نه بلکه کاراکتر من و کارهای من ویژه خودم بوده. هیچ وقت خیلی ها رو دوست داشتم ولی هرگز هیچ کس الگوی من نبوده. الگو نه، حالا رقیب چطور؟ رقابت بود؟ رقابت بعد تو کار تلویزیونی بود دیگه. بله بودش. بله بله. اوکی. و خیلی خیلی مسائل بود اون موقع تو کار
تلویزیونی. و مثلا همون موقعی که ما سریال خانه به دوش رو داشتیم خیلی مواجه با اشکال بودیم با رقبامون، از جمله این که رفتن در اصفهان یک سریال ارحام صدر رو ضبط کردن، درست گذاشتن روبروی سریال من، ولی نگرفت. ارحام صدر رو بیشتر دوست داشتن تو اصفهان تو تئاتر بیاد. چه چیزی بود؟ یکی از این نمایشنامه‌هاشو به صورت سریال درست کردن آوردن. ولی همون وقت دوشنبه ها؟ نه مثلا اینکه سه شنبه ها یا چهارشنبه ها. و نگرفت؟ نگرفت نه. نمیدونم، ارحام که بسیار کارش خوب بود، شیرینم بود، ولی روی صحنه اون بدبسون شیرینی که ارحام روی صحنه داشت و فلبداه گوییش زیباست. هنوزم همینه. اون فلبداه گویی، سریال فلبداه گویی نیست، سریال یک کاریست نوشته شده که طبق یک روالی شده. آیا واقعا همینطور هست؟ همامه مثلا تمام مراد برخی از قبل نوشته شده از قبل همه. یا گاهی وقتا مثلا اصلاً. شما احساس بگید الان وقتش یه جمله اینجوری اصلا امان. ممکنه موقع اجرا یه جمله مثلا اضافه بگید؟ ایمپرووایزینگ داره یا نداره؟ خیلی کم ممکن بود یه تغییرات همونجا بدم، ولی حتی موقع اجرا، ولی نمایشنامه قبلا نوشته شده بود و دورخونی میکردیم، یعنی با هنرپیشه ها میخوندیم، حفظ میکردن و میوردیم برای که حتی در خونه هام که فیلم برداری میشد، تصویر برداری میشد، سه تا دوربین اونجا بود، یعنی عیناً مثل صحنه میرفت منتها سکانس به سکانس. چند تا نمایش بازی کردین شما در دوره قبل از انقلاب؟ والا تعدادش دست خودم نیست، شاید از معروف ترینش میخواهید با من بازی کنید، با آقای داوود رشیدی در انتظار گدو. آقای داوود رشیدی با آقای صیاد بازی میکردن، کارگردانم ایشون بودن. البته بسیاری از کارها رو صیاد انجام داده بود و دفتر من صیاد. و میخواهید با من بازی کنید، ما رو مارسل آشار. بسیاری از نمایشنامه های آنتون چخوف رو بازی کردم، جمله خواستگاری تصویرش هست، یا دیگر نمایشنامه های خواستگاری رو با خانم های مختلف بازی کردم، با خانم مهین اسکویی هم بازی کردم، با خانم جمیله شیخی هم بازی کردم، و نمایشنامه سلام و خداحافظ که بعدها یه نمایشنامه من اینجا نوشتم به نام سلام و خداحافظ، اون نیست. نه اون مال اوریانوف نویسنده روسی بود، بازی کردم و ده ها نمایشنامه دیگه. عشق نمایش، یعنی یه بازیگری که نمایش بازی میکنه آیا راحت با تلویزیون میتونه اون رابطه رو برقرار کنه یا با سینما؟ یه سری میگن طرف بازیگر تئاتره یا طرف بزرگ بازی میکنه چون تئاتریه، بعد و خب تلویزیون یا به خصوص سینما بیشتر زیر پوستی هسته. کاملا درسته. خب ببینید، باید بدونی چه کار داری میکنی. یه بازیگر باید بدونه که وقتی که روی صحنه هست باید به اقتضای سالن و صحنه بازی کنه، با اقراهایی که روی صحنه میکنه احتمالاً، و وقتی که جلوی دوربین هست همون بازی زیر پوستی که شما گفتین. ولی از اوایل قرن بیستم واقعاً بازی روی صحنه هم بازی زیر پوستی شد. خب استانیسلافسکی که آمد و استانیسلافسکی که در روسیه تئاتر مدرن آورد، تئاتر از اون اقراه کردن و این حرفا آمد بیرون. بسیاری از بزرگان تئاتر شاگرد مکتب استانیسلافسکی هستند و در اون موقع هم تو ایران آقای اسکوی خانمشون که آمدن افتخارشون استانیسلافسکی بود. نمایش مختلف، فیلم های مختلف، سریال های مختلف، آیا هیچ کدوم از اینها رو پدر یا مادر می اومدن ببینن؟ ببینید، اولین نمایشنامه‌ای که من بازی کردم همون در بسته یا دوزخ مال ژان پل سارتر که خیلی هم جوان بودم دیگه، مثلا موقع شاید 19 سالم بود و نقش همون دربان دوزخ رو موش نمیان بازی میکردم، خیلی رول مشکلی بود. پدرم آمد نشست تو سالن، پدرم آمد نشست توی سالن و اوایل خیلی مخالف بود و میگفت تو باید بری. البته گفت باید لیسانس، که من لیسانس هم گرفتم اون تا در رشته نقاشی گرفتم لیسانس هم و بعد مدارک دیگه هم گرفتیم برشون، برای که اونها داشته باشه. همینطور نگاه که البته میدونی که چون نمایشنامه مال ژان پل سارتر بود و نمایشنامه عمیقی بود، من دیدم که پدر همینطور داره نگاه میکنه. پدر من میدیدیش؟ آره. آخه سالن مثلا سالن 120 نفره بود و آقای پهلبود هم ردیف اول نشسته بود، وزیر ما، و پدر من درود پشت سر این نشسته بود و قدش از پهلبود کوتاه‌تر بود، مرتب سرش رو می‌گردوند منو ببینه. و وقتی که نمایشنامه تموم شد همه دست زدن و ما آمدیم جلو، اومد اینا، من رفتم، نه پدر اومد گفت
این آقای ژان پل سارتر از مولوی ما دزدیده. نمایشنامه فلسفی بود دیگه. گفت برید به ادبیات خودتون بچسبید. به ژان پل سارتر نچسبید. پدرتون پدر گفت. آره. پدر من بسیاری از کتاب‌ها رو حفظ بود و بسیاری از کارها روی ادبیات ایران انجام داده بود. ما شیرازی هستیم. بارها حافظ رو با خط خودش نوشته بود موقعی که جوان بود برای چاپ سنگی و اینها و به من گفت کارتو ادامه بده و اجازه داد که با ادامه بده. مادر چطور؟ مادر از وقتی که سریال آمد و دیگه هر جا میگفتن مادر پرویز کاردان هست دیگه کمتر به دو تا بچه دیگهش که یکی دکتر حقوق دتا بود از فرانسه در وزارت امور خارجه و یکی مهندس الکترونیک بود از انگلستان بیشتر به پرویزش مینازید. و یه دفعه به پدر گفته بودن که تو خیابون شما پدر پرویز کاردانید؟ تو نخیر پرویز کاردان پسر منه. هیچ پیشوند و پسوند یه اسم شما داره؟ نخیر پرویز کاردان. پرویز کاردان. و عجیبه که در بین من مثلا پدرم محمد حسن کاردان بود، برادر بزرگم محمد امین کاردان، برادر کوچکم محمد مهدی کاردان، اما من پرویز کاردان هستم. چرا؟ والا نمیدونم. اخیرا یک ایمیل داشتم چند روز پیش از یک خانمی در فرانسه که در ایران درس تئاتر خونده و نمایشنامه رو صحنه آورده، فیلم بازی کرده، برای من ایمیل کرده که میخوام یک کتاب بنویسم راجع به پرویزها. بعد گفته که بین سالهای 1929 تا 1942 در ایران اسم پرویز مد بوده و میذاشتن پرویز یا حقی، پرویز کاردان، پرویز صیاد، پرویز تناولی، پرویز قریب افشار، پرویز پور حسینی و همه پرویزا. میخوام با همه این پرویزا مصاحبه کنم، یک کتابی به نام پرویز ها. پرویز ها قشنگه. من از آره آره. هنوز جوابشو ندادم ولی باید جواب بدم به اون خانم که لبیک بگیم به دعوتش. هیچ وقت مادر مثلا میومد سر صد فیلم برداری؟ نه ولی تهران زندگی میکرد. بله تهران زندگی میکرد. بله نه پدر نه مادر هیچ وقت نیومدن نه به تلویزیون نه سر فیلم برداری. تشویق برادرها چطور؟ برادرها خواهرها؟ برادر بزرگم که وزارت امور خارجه بود کمتر ایران بود، مرتب در چیز بود، در ماموریت بود. برادر کوچکم هم موقع ها که ما در اوج کار بودیم در انگلیس درس میخوند ولی وقتی اونجا بود میومد داره پیش ما. اون تو الان دیگه برادر ماشاءالله سلام میکنیم بهش و بچه هاش الان دکتر و مهندس شدن. بسیاری آقای کاردان، چه حسیه، چه احساسیه زمانی که یه شخصی اینطوری موقعیت براش به وجود میاد و سنش هم خب کم هستش نسبتا و بعد میان یک شهر یا یک کشور سر یه سریال کوچه هاش خلوت بشه یا همه بگیرن بشینن، حسش چه حسی داره؟ ببینید من خیلی میخوام بعد آدم از خود راضی میکنه نباید بکنه. و ببینید من احساس میکنم که وقتی که به این مرحله میرسی مدیون مردم هستی، یعنی مدیون مردم هستید. اجازه بدید یک داستانی رو بگم از سعدی. در کتاب سیرت پادشاهان میگه یه موقع یک پادشاهی و با تمام اطرافیاش از یک بیابونی رد میشدن، یه خارکنی اونجا بوده، خارکنه اصلا محل نمیذاره به پادشاه. پادشاه برمیگرده میگه این خارکنه چرا با این همه ابهت و اینا؟ برمیگرده طرف خارکنه میگه میدونی من کیم؟ میگه بله شما شاهید. میگه چرا به من سلام نکردی؟ میگه تا من ملت هستم تو شاهی، تو باید به من سلام کنی نه من به تو. ای کاش بسیاری پادشاه این قصه رو خونده بودن. ملتی که هست پادشاه هست، خب ملتی که هست تماشاچی من هستم، بنابراین من مدیون اونا. گاهی اوقات خیلی ها میگن تو مثلا در یه محافل مجالس تا همه سراغتن، میره سراغ همه، با همه لبخند میزنی و با همه خیلی خودمونی هستی، هر کی میخواد با من عکس میگیره غیره. شاید بعضی ها اینطوری نیستن، من میگم مدیون این مردم هستی. ولی ایرانی ها احساساتشون عجیب و غریبه. خب باید باور بکنیم که این ملت اینطوریه. خب این ملت فرق میکنه با ملت انگلیس. این ملت یه آشناشو میبینه، شما رو که میبینه یه احساس ویژه‌ای داره، چون شما رو تو خونش دیده. یعنی احساس میکنه این آقای همین آقای امیرقاسمی تلویزیون دیدیم،
وقتی میاد اون احساسش با اون آمریکاییه که نمیدونم خانم اپرا رو میبینه فرق میکنه. بنابراین باید باورش بکنیم که من و شما هم مجری همون ملت هستیم. نمیتونیم بگیم ملتمون بده، مزاحممون میشه. همون مزاحمت هاست که ما باش زندگی کردیم و باش افتخار کردیم برای اینکه مال اون مردم هستیم. اینو گفتیم، من یک بار خودم شب برنامه‌ام اتومبیلم خراب شد، زمستون بودم، جوش آوردم، چرا اینجا جوش نمیاد، همینجا جوش نمیاد، و بعد جلو هر تاکسی رو میگرفتم سوار نمیکرد منو، میگم مسیرت کجاست، میگفتم میرم خیابان فرح، عمر که من فرح بود، و بعد میگم مسیرم نیست، برای هیچ گرهنگ بود آقا، گفتم چرا نمیدی، گفتم میخوا برم مراد بقی ناکم، گفتم خودمم جدم، آره سوارش سوار کرد منو آوردیمش خونه، راننده تاکسی اومد با ما نشست، سریال خونه ما دید. جالب. آره و خب این ملت با این احساسات شما نمیتونی بگی چرا سوارت نمیکرد و میاد اینجا. خیلی از مردم گله میکنن، میگه یه جا که میریم ما معروفی، مردم مزاحممان، همین مردم هن که براشون برنامه اجرا کردیم، باید بهشون محبت بکنیم. اونا که ما رو دوست دارن، ما باید اونها رو دوست داشته باشیم، حالا هر حدی هم باشه. ببینید حدیث فرهنگ اون آدمه، نه فرهنگ توست. پس یه نفر میخواد ماچ کنه، چیکارش میخوای بکنی؟ فرهنگشه، احساساتشه، نهایت مهربانیشه. بنابراین من خیال میکنم ماها که کمدین اون ملت هستیم هرگز نباید لبخند رو لبهامون دور بشه. پرویز کاردان جلوی دوربین با پرویز کاردان پشت دوربین یکیه؟ نه یکی نیستم، من اینجا بازی میکنم، برای پشت دوربینم با مردم هستم. کدوم آدم باحال تری؟ کدوم؟ پرویز کاردان جلوی دوربین و پرویز کاردانی که پشت دوربین. نمیتونم بگم کدوم باحال تره، هر کدومش یک حال ویژه‌ای داره، نمیتونم بگم کدوم بهتره. مثلا تو خونه چه جوری هستی؟ خیلی تو خونه شون جدی هن، بعد مردمی که میبینن میگن میخندن، بعضی تو خونه شون جدی هن، بیرون شون جدیه، جلوی دوربین فقط میخندن. داخل خونه رو باید از خانمم سوال کنین. چی میگه؟ خب؟ چی میگه؟ یه موقع شما دیدین اگه سوال کنین میبرزم من. سعی میکنم تو خونه هم آدم من اصولا آدم آرومی هستم. اوکی. آدم آرامی هستم. البته از وقتی که این محیط لس آنجلس آدمی رو عصبی میکنه، یه چاره ای نیست، ولی سعی میکنم انسان آرامی باشم. تو گذشتم هم اینطور بودی؟ آرام. بله بله آرام. خیلی با گذشتم و همیشه این رو گاهی اوقات به عنوان عیب در من میبینن، خیلی زود بدی ها رو فراموش میکنم، خیلی زود. خیلی ها معتقدن که این به تو بدی کرد، این کرد، من اصلا گذشت میکنم، میذارم کنار. یک کاری رو وقتی دادم کنار میذاره، صحبت از گذاشتن کنار بشه، مطمئنا روش تأثیر میذاره و بعد یک نگرانی و تشویش به وجود میاره. شما چندین مرحله زندگیتون بخش‌های مختلف رو گذاشتین کنار که بدون دونه اونها میرسیم، ولی اول از همه میرسیم به یکی از پرطرفدارترین کاراتون، همون کار مراد برقیه. تموم کردن مراد برقی دلیلش چی بود؟ دیگه نمیکشید، مراد برقی نمیکشید، ماشینه دیگه نمیکشید، سریال کار خودشو کرده بود. ببینید سریال نوعی بود که تلویزیون علاقه داشت که من ادامه بدم، ولی من از خسته شده بودم، میخواستم کار تازه بکنم و با وجود اصرار سازمان رادیو تلویزیون، برای اینکه قبل از برنامه من در حدود 35 دقیقه آگهی بود و بسیار آگهیاشون رو با قیمت گرونتر میدادن که قبل از سریال باشه، و تلویزیون هرگز مایل نبود که و من صحبت کردم با آقای قطبی و اینا، گفتم شما دارین به من فشار میارین، من نمیتونم بیشتر از این ادامه بدم، ولی میشد ادامه داد، قصص دیگه، یه حادثه میاد، یکی گم میشه، یکی فلان، میدونید میتونه هزار واقعه اتفاق بیفته، ولی من خودم تمامش کردم. حتی بعد در سریال مرد اولم که 26 قسمت بود که تمام به صورت فیلم بود انجام دادیم، باز تلویزیون گفت ادامه بدید، گفتم نمیدم. هر کاری یک حدی داره. برید تمام کردن رو یادم میاد قسمت آخر مراد برقی در ایران خیلی ناراحت بودن.
همه میگفتن آخرین قسمتش داره پخش میکنه، آخه همه اون غم رو داشتن. خب همه غم رو داشتن، مطمئنن کسی که این کرکتر رو ساخته باید براش یه دنیای دیگه باشه، حالا غم بوده حالا هر چی هستش. آره برای شما چی بود؟ چه آره ببینید، برای من من دلم میخواست در اوج تمامش کنم، چون یادو باشه بعد از یک مدتی مردم از دستش خسته میشن، هر چیزی یک عمری داره، مثل انسان میمونه یک عمری داره، هر کاری هم یک عمری داره و نباید بگذاریم از عمرش بگذره، برای اینکه فاسد میشه به نظر من. و من احساس کردم عمرش تمام شده، با وجود هنوز در اوج بود، هنوز 35 دقیقه تا 40 دقیقه آگهی اولش بود و حتی بعضی کارهای سیاسی قبل از اون میشد. مثلا اون موقع روابط ایران و عراق خیلی بحرانی بود و چون در عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس میدیدنش پیام میفرستادن اون موقع، بعدها من فهمیدم برای آدمایی که توی عراق بودن، مامورینشون و غیره، برای که اون موقع همه میدیدن. در همون موقع من یه سفر تو جزو آیه ای پیام میفرستادم. بله بله بله. و در همون موقع من یه سفر کردم به کویت، باور بکنیم که مثل اینکه این سریال در کویت داره اجرا میشه، فرودگاه بند اومد و حتی عرب ها میدیدن. اون موقع تلویزیون های منطقه خلیج فارس بهترین تلویزیون ایران بود که میرفت اونجا و ما عاجز شدیم، بالاخره پلیس تو فرودگاه ما رو برداشت برد تو هتل و بسیار در منطقه. ولی این وحشت نداره که آدم یه همچین کاری میکنه، حالا تموم میشه نکنه دیگه فردایی نباشه واسه من، نه برای نکنه تو... چیزی بسازم که اینا بعد ببینن. بله بله بله. و در همون موقع من یه سفر کردم به کویت، باور بکنید که مثل اینکه این سریال در کویت داره اجرا میشه، فرودگاه بند اومد و حتی عرب ها میدیدن. اون موقع تلویزیون های منطقه خلیج فارس بهترین تلویزیون ایران بود که میرفت اونجا و ما عاجز شدیم، بالاخره پلیس تو فرودگاه ما رو برداشت برد تو هتل و بسیار در منطقه. ولی این وحشت نداره که آدم یه همچین کاری میکنه، حالا تموم میشه نکنه دیگه فردایی نباشه واسه من، نه برای نکنه تو... چیزی بسازم که اینا بعد به این اندازه دوست داشته باشن، نه برای اینکه من در همون موقعی که سریال اجرا میشد ترتیب سریال های قبلی رو داده بودیم که میخوام چیکار کنیم. چه همین مرد اول بود؟ نه بعدها ببینید بعدها سریال دیگری رو آوردم روی تلویزیون که 26 قسمت رفت و بعدش یک سریال بعد مرد اول رو آوردیم، بعد تابستان و بعد آره تعداد زیادی برنامه اومد رو سر. ولی مثل که اون انقدر مطرح نبوده که کدوم؟ همونی که بعد از مراد برقی اومد. من نه مثل مراد برقی هرگز نمیتونه باشه، برای که خاطر مراد برقی بود و همه انتظار مراد برقی داشتن. ولی خودتون هم بازی میشه. بله بله. ولی مرد اول به کلی فضا عوض شده بود و کار خودش رو کرد. ولی خودتون رو جلو دوربین بودی سر مرد اول؟ نه تو مرد اول نه. من کارگردانی میکردم، تهیه کننده بودم. بعد نمیگفتی به خودتون ای باید کاش که من ادامه داده بودم؟ نه هیچ وقت. هیچ وقت. هیچ وقت. حتی یک نکته رو بگم، تلویزیون میخواست سریال رو تکرار بکنه، من نگذاشتم. راستی؟ آره گفتم نگذاری خاطرش از ذهن مردم بره. چرا؟ ببینین یه چیزی یک خاطره میگذاره، بعد خاطره الان قصه هایی رو که همه دارن تعریف میکنن از هم دیگه، پدر مادرها برای بچه هاشون شر اینطور میشد یا اینطور بود و فلان، برای شاید ببیننش ما رو اون زمانه ببینن که برای اون زمانش برنامه خودش بوده. من با تکرارش مخالفت کردم، با وجود اصرار قطبی گفتم خواهش میکنم این کارو نکن، بگذاری خاطرش در ذهن مردم باشه. اما یادم میاد مدتی بعد سریال مراد برقی به یک فیلم سینمایی تبدیل شد. بله خودم کردم این کارو. اوکی. تمام قصه رو آمدیم به یک فیلم سینمایی کردیم که فیلم سینماییش الان هست میتونیم ببینیم. دوباره شوت کردی؟ دوباره بود یا از همون اصلا بود؟ اصلا فیلم گرفتیم. فیلم گرفتیم. اصلا فیلم سینماییه. اوکی. اصلا ارتباطی با اون قصه 80 چند قسمت نیست. نداره. تمام قصه خلاصه شده در 1 ساعت و 35 دقیقه. اوکی.
اینو درست قبل از موافقت مخالفتتون بود با پخش دوبارش یا بعد از اون؟ نه، این فیلم وقتی حاضر شد که هنوز قسمت های آخر سریال داشت پخش میشد. و بعد نگهش داشتین؟ بله. چند وقت بعد نمایش داده شد؟ با همون به محض اینکه سریال تموم شد اینم رو اکران اومد. مردم خوب بود، خیلی خوب بود. خوب بود. اونجوری بودش که بخواید دومیش هم بسازید؟ میخواستیم این کارو بکنیم، ولی بعدها مواجه شدیم با من مواجه شدم با سریالایی که میساختم و کارهای دیگه که رو صحنه انجام میدادم، بعد هم خوردیم به یواش یواش به انقلاب و اینا. خب به انقلاب میرسی درسته، و مطمئنا در رابطه با انقلاب هم با شما صحبت خواهم کرد که بعد از انقلاب چه گذشت برای شما. اما پرویز کاردان نگاهش به سیستم قبل از انقلاب چه شکل و فرمی بود؟ ببینین آقای امیر قاسمی، ما همه، هم من و حتما هم شما، مملکتمون رو دوست داریم. دوست داشتیم که مملکت آزادی داشته باشیم و مردم در رفاه بیشتری باشن. همه ما در اون موقع ارتباطمون با غرب انجام شده بود. ما غرب رو میدیدیم، ما کشورهای اروپایی رو میدیدیم، ما آمریکا رو بسیار شنیده بودیم. همیشه دلمون میخواست یک مملکت آزاد داشته باشیم. اما خطی رو که گروه های سیاسی دنبال میکردن مورد تایید من هیچ وقت نبود. نه خطی رو که کمونیست ها دنبال میکردن، نه خطی رو که بعدها گروه های دیگری مثل مجاهدین یا غیره انجام میدادن، که ما اون موقع هم زیاد نمیشناختیم اونها رو. ولی یک نکته همیشه جالب بود که در ایران همه احزاب قدغن بودن جز اسلامی ها، و جالبه که تمام ترورها رو هم اینها انجام داده بودن و تنها گروهی بودن که پایگاه داشتن، یعنی مساجد پایگاهشون بود و آزاد بودن. خیلی هاشون هم از دولت حقوق می گرفتن و همونها بودن که رژیم رو زیر رو کردن. و همون موقع همه ما دلمون میخواست یک مملکت دموکراسی داشته باشیم، از جمله خود من. ولی من اصولا با خشونت مخالفم. من وقتی که اعدام ها در ایران انجام شد شب نمیتونستم بخوابم. من وقتی که جنازه هویدا رو دیدم، چون بارها با هویدا بودم و موقعی که ازدواج کردم اولین هدیه که گرفتم از هویدا گرفتم. و بعدها الان کتابی منتشر شده به نام راجب هویدا، آقای دکتر میلانی منتشر کردن، بخوانید و ببینید که ما قضاوت هامون اون موقع راجب افراد چقدر سرسری بوده. دکتر میلانی یک پنجره رو روی ما باز کرد که ما قضاوتمون راجب افراد قضاوت خیلی آبکی به قول خیلی ها نباشه. همینطور نگیم از آقای امیر قاسمی من خوشم نمیاد. امیر قاسمی رو بشناسیم و بعد در موردش قضاوت بکنیم. خب اگر میریم یه جا میگیم یه امامزاده است، اول بفهمیم این چیه، این کی بوده که ما داریم میریم میبوسیمش، حرفی برای گفتن داشته، مطلبی داشته؟ خب اینجا وقتی که میریم ما توی وست مورتری، خب میریم هایده رو میبینیم که اینجا به خاک سپرده، میدونیم یک خواننده خوبه ما بوده، می‌بینیم مهستی خواهرش خواننده خوبه ما بوده، می‌بینیم اونجا نادر نادرپور آرامیده شاعر بزرگمون بوده، می‌بینیم اون طرف خانم ملی مونرو می‌شناسیمش، فیلماشو دیدیم. ولی ما در ایران می‌رفتیم به جاهی زیارت که اصلا نمی‌دونستیم کیان. امیدوارم یه روزی هر جا که می‌ریم افراد رو بشناسیم، عجولانه به قضاوت ننشینیم. مرسی از شما. اگه موافق هستید بریم این قسمت رو پایان بدیم بهش، و بعد مطمئناً دوستانم در رابطه با اتفاقاتی که بر سر شما افتاد بعد از انقلاب سوال کنیم و ببینیم که بر پرویز کاردان چه گذشت. ممنونم. 30 سال با پرویز کاردان چه اتفاقاتی براش افتادش. و مرسی از اینکه این قسمت با ما هستید. تا قسمت بعدی خیلی خوشحال میشم. ممنونم. امروز هم با ایشون 30 سال بعد از انقلاب رو مرور خواهیم کرد و مطمئناً سکسوکی هم میکنیم به گذشته ها و همچنان روزهای که قبل از انقلاب برای ایشون گذشت و سپری شد. آخر ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید در این راه و میتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم، و هموطنان هم مطمئناً دوست دارن که ببینن که شما چی میگید. یک ساعت و نیم گذشت و
همه صحبت ها و فکر کنم راحت یک ساعت و نیم دیگه در پیش خواهیم داشت برای اینکه با هموطنانمون صحبت کنیم و بگیم که برای پرویز کاردان انقلاب از چه روزی آغاز شد و غربت نشینی از چه زمانی. انقلاب رو من موقعی حس کردم که تقریبا 5-6 ماه به دگرگونی مانده بود. من یک سریالی داشتم در تلویزیون ملی ایران به نام تابستان و در نقاط مختلف فیلم برداری میکردیم از ایرانیان تابستانشون رو چگونه میگذرونه. در یکی از سفرها رفته بودیم به تبریز و من اونجا در بازار تبریز در یکی از قهوه خانه های تبریز دو تا عاشق هنرنمایی میکردن. عاشق ها که میدونین کسانی هستن که تار میزنن، در آذربایجان بهشون میگن عاشق، چون از این اینایی که میگن این بالا میزنن و در حال فیلم برداری از اونا بودیم در اون قهوه خانه، تعداد جوان هم نشسته بودن. یک دفعه یکی از جوان ها فیلم برداری ما رو قطع کرد، گفت شما حق ندارید از اینا فیلم برداری کنید، خب شما مامورین دولت هستید، از تلویزیون دولتی آمدید این مملکت، و شروع کرد به انتقاد کردن و من شروع کردم باهاش صحبت کردن. یک دفعه پلیسا ریختن و این بچه‌ها رو توقیف کردن بردن. یک افسری آمد من برد کلانتری، گفت ما اینا رو توقیف کردیم، شما شکایت نامه بنویسین از اینا. گفتم من شکایت نامه نمی‌نویسم، اینا کاری با ما نکردن. شروع کردم باهاش صحبت کردن. گفت فیلم برداریتونه به هم زدن. گفتم زدن که زدن، من شکایتی ندارم از اینا. گفت ما داریم. گفتم به من مربوط نیست، ولی من شکایتی از این جوونا ندارم. خیلی هم خوشم اومد باهاشون بحث کردم. گفت آقا اینا چپی هستن، من فرار هستن، ما دستور داریم اینا رو توقیف کنیم. گفتم به من مربوط نیست، ولی من یک افسر دیگه هم اومد که درجه از این بالاتر بود. گفت آقای کاردان شما فقط اینجا رو امضا کن. گفتم نمیکنم، من شکایتی از این جوونا ندارم. خب شروع کردم باهاش صحبت کردن. گفت توهین کردن. گفتم به کسی توهین نکردن، اونا میگن خوشمون نمیاد از این سیستم، خب و این جوان ها اینا. خلاصه بحث ما به درازه کشید. اون افسر گفت آقا اینا رو آزاد کنید، آقای کاردان هم بذاریم بره درد سره. خب ما آمدیم به هتل، بعد از یه مدتی دیدم در زدن در اتاق ما رو، همون جوانایی که آزادشون کرده بودن با دو بطر ودکا آمدن سراغ ما که آقا ما از ارادتمندان شما شدیم، برای ماچ کنیم شما رو، برای نیف. و بعد در همون موقع احساس کردم تو خیابون‌های تبریز پر از پلیس و گویا ناآرامی بود و از همونجا شروع شد. از همونجا من انقلاب رو حس کردم. بعدها که من یه سفری داشتم به اروپا، وقتی که برگشتم که آقای شریف امامی آمده بود سر کار و بالاخره این وقایع در ایران اتفاق افتاد. و وقتی اینکه واقع اتفاق افتاد، یک روزی نشسته بودیم دیدیم یک آخوندی آمد جلو دوربین، گفتش که این مراد برقی بود که مردم رو سرگرم کرد، نگذاشت به مسجد برن. تو رو خدا. آره. و ما گفتیم خب این مراد برقی بعد به هفته یک شب بود، 6 شب دیگه شو می‌خواستن برن مسجد، اما یه شب خراب کرد. و به هر حال تصمیم گرفتیم از مملکت خارج بشم. دو وقت زمانی که هنوز انقلاب نشده شده بود. شده بود. چرا؟ آقای پس کرده بودیم و آقای قطبزاده شده بود رئیس سازمان رادیو تلویزیون. یه روزی به من زنگ زدن از دفتر آقای قطبزاده که آقای قطبزاده میخواد شما رو ببینه و من رفتم به تلویزیون. این خیابون جامع جم که سربالا بود همیشه یک پاسگاه یا جایی بود که همیشه از اینجا عبور میکردیم. اون موقع من چون آدم سرشناسی در سازمان رادیو تلویزیون هم میشناختم، وقتی از دور ماشین منو میدیدن این زنجیر رو باز میکرد، من میرفتم تو، دیدم زنجیر رو بستن و همون آقایی که همیشه اونجا بود زمان حکومت پادشاه بود به من نگاه نمیکنه، فقط میگه چه کار دارین شما؟ گفتم حسین آقا سلام منم. گفت نه چه کار داری؟ گفتم آقای قدسی. گفت رفت تلفن زد، گفتم بیاد بالا. من رفتم طبقه بالا که اتاق آقای قطبی بود، دیدم پشت میز قطبزاده نشسته، پشت میز آقای قطبی. اون موقع وقتی که به دیدن آقای قطبی میرفتیم هرگز پشت میزش نمی نشست، میمد رو مبل بغل دست ما میشنست. الان در واشنگتن بهش درود میفرستم. و قطبزاده یه مدتی من نگه داشت، بعد گفتش که شنیدم که تو
آدم میان پرستی هستی و پدرت هم مرد مسلمان بزرگی است، کارت اینجا ادامه بده. گفتم نمیتونم. گفت باید بتونی ممنوع خروجی. برو. اصلا کسی با ما اینطوری صحبت نمیکرد. این آقا کیه؟ خب من اومدم پایین، همون موقع تصمیم گرفتم که از مملکت بیام بیرون. مستقیم رفتم پیش پدرم. پدرم که همیشه مخالف بود، من زیاد سفر میکردم، گفت دست زن و بچه تو بگیر یه مدتی برو، مملکت دست آدم های درستی نیست. یه کلمه‌ای رو به کار برد که نمیخوام بگم. و از همون موقع تصمیم گرفتم بیام و تو فرودگاه خیلی ما رو اذیت کردم، ولی آمدم به دبی به اتفاق خانه و بچه، و از اونجا آمدیم به انگلیس. و بعد دیگه همه اون فکر میکردیم موقتی میاییم، ولی این موقتی 30 سال کشید. هیچی به خودتون نیوردی؟ هیچ. خونه اینا چی شد؟ نپرسیم بهتره. آره بپرسیم. بپرسیم. بردن، تمام شد. هیچ وقت دنبالش نرفتیم؟ چی شد؟ چی نشد؟ نه، نه، نه. من آدم با گذشتی هستم. همینقدر که بهترین زندگی ها رو دارم. نه از نظر مالی، از نظر خانواده بسیار خوشحالم. تو عکس ها، فیلمی، چیزی؟ نه، بعدها مثلا همین فیلم مراد برقی رو بعدها برای من فرستادن، مقداری از عکس هامو بعدها برای من پست کردن. از دبی به انگلستان. انگلستان چجور؟ 8 سال انگلیس بودم. نمایشنامه رو اونجا روی صحنه آوردیم. اولی نمایشنامه‌ای که آوردم روی صحنه، محاکمه ایرج میرزا نوشته آقای دکتر صدرالدین الهی بود که یکی از موفق ترین کارهایی بود که در انگلیس روی صحنه اومد. یادم میاد. بله. و اونجا برادر خانم فروهر، لیلا فروهر که خدا رحمتش کنه، نقش ایرج میرزا رو بازی کرد و بسیاری از بازیگران خوب اون موقع که در انگلیس بودن نقش هایی رو ایفا کرده. این نمایشنامه رو در انگلیس رو صحنه بردیم، در پاریس هم روی صحنه بردیم. بعدها نمایشنامه دیگری رو آوردم که تهران آه تهران که خودم نوشته بودم، که بعد این رو به آمریکا هم آوردیم و بعد بالاخره نمایشنامه هفت رنگ رو نوشتم. نه تو رو خدا دیگه قرار شد نمایشتر کار من رو داری راحت تر میکنی البته، ولی خب چون صحبت از کار نمایش شد، از یه طرف دیگه زندگی شما وقتی میایین بیرون گفتید هیچ چیزی با خودتون نیاوردید. نخه. پول چی؟ خیلی کم. و من در انگلیس شروع کردم به کار کردن. چه کار؟ کار نوار انجام میدادیم. یعنی تکثیر نوار. بعدا با یکی از دوستانم جای نوار موزیک، بر موزیک. و بعد هم نوار کاست رو اون موقع لود میکردیم، یعنی نوار کاست میساختیم با تایم های مختلف. اون موقع کامپیوترها با کاست کار میکردن، با نوارهای 5 دقیقه‌ای از اونا درست میکردیم میفروختیم. با سرمایه خودتون این کار رو انجام؟ با سرمایه خودمون میکردیم. یعنی با سرمایه نمیخواستی. دوست عزیزی دارم که بسیارم هنوز عزیز با من، آقای بیژن خان، و با هم شریک بودیم کار میکردیم در زیر زمین یکی از هتل ها در لندن. در لندن. لندن چطور بود؟ لندن مثل همیشه دلگیر، مثل همیشه. و اون آب و هوای ویژه خودش و اون به هر حال لندن دیگه. در یکی از روزنامه‌ها خوندم که گفتن بهترین جا برای توریست لندنه. نمیدونم چجوری اینو پیدا کردن، ولی خیال میکنم که یک زندان بسیار زیبایی است با اون آب و هواش. برگردیم گذشته و ازدواج شما. دوست دارم بدونم که در چه سنی ازدواج کردین و بعدم حاصل این ازدواج و ثمرش چی هست؟ در سن خیلی جوان بودم که با خانم فرزانه تاییدی، هنرپیشه بسیار خوب، ازدواج کردم که حاصلش پسری است که الان در اینجا پیش خود ماست و مستقل زندگی میکنه. ازدواج کرده و کامپیوتر گرافیست برای کمپانی دیزنی، برای کمپانی فاکس قرن 20 کار میکنه. این ازدواج ما بسیار کوتاه بود، 30 و چند سال پیش، نزدیک 30 و چند سال پیش با خانم فعلیم که عزیزترین موجود زندگیمه ازدواج کردم که هنوز با هم هستیم و بسیار. چند سال بعد از جدایی؟
4 سال 4-5 سال بعد جدایی، و حاصلش دختر خانمی است که امروز وکیل و دیسکریکت اترنی دادستان در دادگاه لس آنجلس. پس با شما نباید دادم در بیفته دادستان رو برو تو قرار بگیره. چه اسمی؟ شادی کاردان. اوکی. و بعد پس شما با شادی و خانمتون به انگلستان رفتی؟ بله بله. اوکی. پسر نبود؟ پسرمو قبلا فرستاده بودیم اونجا درس میخوند. اوکی. در انگلیس؟ بله بله. اوکی. الان کجاست؟ الان همینجاست. بله بله، گفتم برای دیزنی و برای فاکس و کمپانی خودش هم داره کار گرافیک انجام میده. بسیار از پوسترهای معروف فیلم ها کارونه. تو رو خدا. بله بله. یه جورایی از شما به ارث برده کار نقاشی و اینا رو. بله تقریبا دیگه بله. اوکی. پس شبیه کیه؟ چی؟ شبیه منه متاسفانه. شما شبیه کی بودی؟ پدر یا مادر؟ من شبیه مخلوط پدر و مادر. اوکی. اوکی. خب دختر شبیه کیه؟ دختر شبیه هر دوی ماست. شبیه هر دوتونه. خب به انگلستان سخت. این دومی مصاحبه منده با شماست. بله. نمیدونم اولیشو یادتون میاد یا نه. فکر میکنم خیلی کوتاه بوده موقعی که نه تلویزیونی نبود. بله کجا؟ برای همین گفتم چون موقع من یه جوانی بودم که فکر نمی کنم هنوز 20 سالم هم شده بود. خب تئاتر ویرشل ایبل تیتر به من گفتن پرویز کاردان اومده و من اون زمان برای مجله رایگان می نوشتم. خب با دوربین خودم اومدم به پشت صحنه و پرویز کاردانی که ازش وحشتی داشتم که خب پرویز کاردانه باش روبرو شدم. یه پیرهن پوشیده بود روی انداخته بود بیرون شلوار، پیرهن آبی رنگ، با یک خانم ارمنی که هنرپیشه اون فیلم بود، لاریس مگردچیان. بله بله. ازتون عکس گرفتم برای نمایشی تحت عنوان تهران آتهران و با تون یه مصاحبه انجام دادم که مطمئنا انقدر با شما مصاحبه اون موقع شده بود و یه پسر بچه‌م اومده یه پسر جوانم اومده، حالا اینا بزنیم باهاشون مصاحبه کنیم، ولی خیلی خاطره خوبی بود برای من. و بعد وقتی من رفتم به مجله و گفتم من مصاحبه رو انجام دادم و این عکس رو گرفتم، به من 2 صفحه مجله رو دادن که خب تو اولین بار داری پرویز کاردان اومده آمریکا و تو هم باش مصاحبه کردی، پس 2 صفحه مجله مال تو، بشین بنویس. و اون 2 صفحه وسط در رابطه با این نمایش نوشتم. تهران آتهران فکر کنم اولین تجربه شما بود در آمریکا. بله. در رابطه با اون حالا صحبت می‌کنم. تهران رو در لندن نوشتم و روی صحنه آوردم. داستان زندگی بسیاری از آدم‌هایی بود که تازه آمده بودن به خارج از کشور و غربت روشون اثر گذاشته بود، و یک مردی بود که می‌خواست نمایشنامه‌ای رو بنویسه که این نمایشنامه دگرگون کنه همه چیز رو، و به دنبال سوژه‌اش می‌گشت. اتفاقا در اون نمایشنامه دختر من که اون موقع خیلی کوچولو بود بازی می‌کرد با من، و اون موقع بعدها گفتم نمایشنامه 7 رنگ رو نوشتم که در لندن با شهره آقداشلو بازی کردیم، و بعد با نمایشنامه 7 رنگ آمدم به آمریکا که شهره بعد در آمریکا مقیم شد. و 7 رنگ یکی از کارهای بسیار خوبی بود که من انجام دادم، و با بازی خیلی خوب شهره و هر دوی ما، یک نمایشنامه 2 نفری یادمه، و یک نمایشنامه‌ای که خیال میکنم که در ذهن خیلی ها مونده. و بعد از اون بود که شهره همیشه وقتی که صحبت میکنیم میگه با اون نمایشنامه آمد و آمد اینجا، و شهره به هر حال موندگار شد، ما هم موندگار شدیم. میگن آمریکا هر کسی اومدنش دست خودشه، رفتنش دست خداست. به هر حال وقتی که آمدیم اینجا خاک آمریکا ما رو گرفت دیگه. خیلی ها میگن اینجا خونه آخرته، بعدش اقیانوسه دیگه، کاری نمیشه کرد. تجربه آمریکا چطور بودش؟ خوب بود دیگه، راه دیگه ای نبود دیگه. آمریکا خوب بود. لس آنجلس شهر خوش آب و هوایی است، ولی مشکلات خودش رو هم داره، و مشکلات بسیار داره. چیه؟ مشکلاتش من خیال میکنم بیشتر از همه مربوط میشه به روابط آدمهایی که وسایل ارتباط جمعی دارن، چه روزنامه، چه رادیو، چه تلویزیون ها. البته گروه زیادی هستن که اصلا بی اعتنا هستن به همه اونها، اوناش خیال میکنم خوشبخت های لس آنجلس هستن،
ولی مشکلات ویژه خودش رو داره. مشکلات کسانی که دارن بیرون از جامعه ایرانی زندگی میکنن یا مشکلات برای کسانی که بیشتر تو جامعه ایرانی هستن؟ بیشتر تو جامعه ایرانی هستن. تو جامعه ایرانی هستن. ببینید دو طبقه رو ما از وسایل ارتباط جمعی فراری دادیم. یکی جوان ها هستن، حالا راجع به جوان ها صحبت میکنم که یه راه کوچیکی پیدا شده. یکی جوان ها هستن، یکی طبقه ایرانی موفق، بسیار موفق در آمریکا، همین میلیاردها سرمایه‌ای که میگن دست ایرانی ها هست، کمپانی های متعدد دارن یا شرکت های بسیار معروف و غنی دارن و اینها به وسایل ارتباط جمعی ایرانی، به جامعه ایرانی دور افتادن و اصلا شاید نمیبینن و اصلا نمیدونن. یکی اون گروه هستن، یکی جوان ها هستن. جوان ها اخیرا، نه اینکه شما اینجا هستین، به تلویزیون شما مقدار زیادی گرایش پیدا کردن. این شاید جای خوشبختیه، اما متاسفانه جامعه موفق ایرانی که در آمریکا هستن با وسایل ارتباط جمعیشون با هم قهر هستن، جدا هستن. فکر کنین اشکال از رسانه هاست یا اشکال از اون اشخاصی هستش که میخوان خودشون رو بیشتر به جامعه آمریکایی رفت بدن یا وسایل؟ نه، وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها اگر از اول درست عمل کرده بودن اتفاق نمی افتاد. اوکی. شما در آغاز که اومدین غیر از کار نمایش چه کار دیگه انجام دادید؟ کارهای انجام دادم، مواجه با شکست شدم. اول فکر کردم یه فروشگاه را بندازیم که بتونیم بیشتر مخارجمون رو اونجا تامین کنیم، که مواجه با اشکال شد. فروشگاه چی؟ کفش. کفش‌های ورزشی. و متاسفانه سرمایه مختصری هم که از فروش خونمون در لندن داشتیم از دست دادیم و در اونجا، و بعد دو مرتبه من اومدم به کارهای کفشه ورزشی، مثل کفشه معروف ورزشی، بله، مثل ریباک و نایکی و الگریر و مارکای پوما و پونی و اینها، بله، نمایندگی گرفته بودم و کار میکردیم. و ببینید در آمریکا با چینا نمیتونیم چیز کنیم، رقابت کنیم. بگذاریم از این قضیه. اوکی، بعدش چی کردیم؟ بعدش دو مرتبه اومدیم به کارهای خودم. اولا من یک نشریه‌ای داشتم در انگلیس به اسم شهر فرنگ. اینجا که آمدیم قبلا صحبت کرده بودیم که به اتفاق آقای زکایی، آقای مهدی زکایی، نشریه منتشر کنیم و تنها ایرانی که از وسایل ارتباط جمعی در فرودگاه منتظر من بود آقای زکایی بود، یادش بخیر. آمدیم و دو شماره شهر فرنگ هم در اینجا منتشر کردیم و بعد آقای زکایی میخواست مجله جوانان رو منتشر کنه و من به خاطر گفتم دیگه کار من نیست، برای اینکه خیلی وقت میگرفت و من سرگرم کار فرنگ نمه. ماهانامه بود؟ شهر فرنگ هفتگی منتشر. هفتگی بود؟ نه، ماهیانه منتشر میشد. خیال داشتم هفتگیش کنیم ولی من تعطیلش کردم دیگه. آقای زکایی دو شماره سردبیر من بود. بله، لطف کرد، بسیار روزنامه‌نگار خوبی است. چه فضایی داشت شهر فرنگ؟ یه فضای نشریه کاملا هنری بود. کاملا هنری بود. کاملا هنری بود، البته مطالب سیاسی هم توش بود. مثلا در دومین شمارش رو جلد ما خانم شوشا بود. شوشا عصار، خانم شمسی عصار که مدتی پیش فوت کردن. خانم شمسی عصار یک موسیقیدان و نویسنده معروفی در انگلیس بود که جامعه انگلیس وقتی که فوت کرد بسیاری روزنامه‌های انگلیسی به عنوان یک استثناء شرق یادش کردن. کتاب‌های متعددی نوشت و از جمله آواز می‌خوند و گیتار می‌زد و پدرش مؤمن بود در ایران، آقای عصار، و این خانم شمسی عصار بود دیگه. بسیاری از مطالبی راجع به نقاشی و تئاتر و غیره در مجله ما بود، البته سرمقاله سیاسی هم داشت. شما خودتون طرفدار حزب خاصی بودید؟ هرگز. هیچ وقت؟ هیچ وقت. گروهی، دسته؟ هرگز. هرگز. عضو هیچ انجمنی هم نیستم. سیاسی چطور؟ هرگز نبودید؟ نه. به عنوان چیه سیاسی؟ ببینید شما وقتی مطلب سیاسی میگین، سیاسی اینجا شده که یعنی طرفدار یک نفری. آها. مثلا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستی یا طرفدار مصدقی یا طرفدار به خانم رجوی هستی یا اینا فکر من سیاسی، من نه، من طرفدار هیچ کس نیستم. من طرفدار آزادی و دموکراسی برای مملکتم هستم
و اجازه بدید این نکته بگم خدمتتون. من به این نتیجه رسیدیم که ایسما دیگه معنی نداره. امروز ما فهمیدیم که یک مملکتی اگر بخواد خوب اداره بشه باید مردم کسی رو که میخواد ادارش بکنن انتخاب بکنن، بهش حقوق بگن، بگن تو این مدتی بشین سر کار، اگر خوب انجام دادی حقوق بهت میدیم، بازم نگرت میداریم، اگر بد انجام دادی میریم کنار یه نفر دیگر میذاریم سر کار. یعنی هیچ فرقی به نظر من بین نخست وزیر یا اون کارگری که خیابونا رو تمیز میکنه. خب ولی همینطوری بره جلو که هر چهار سال یه بار یه کسی بعد انتخاب میشه، بعد باز دوباره چهار سال بعد، باز اینجوری زمان خریدن نیست، زمان خریدن وقت کشتن. مگر کشورهای دیگه چجوری اداره میشه؟ مگر آمریکا چجوری اداره میشه؟ خب تو آمریکا همین حالت داره میشه دیگه. خب. جوری نه؟ خیلی خوب مردم اطمینان پیدا میکنن، یک شخصی انتخابش میکنن میاد سر کار. آیا امروز هم چه اتفاقی میافته؟ در کجا؟ در داخل کشور ما؟ نخیر. مگه مردم انتخاب نمیکنن؟ ببین، برای اینکه یک سیستم سر کاره. اوکی. دموکراسی نیست. سیستم سر کاره. اون سیستم فقط منافع خودشو میخواد. مثلا وقتی که نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن، یک گروهی این نمایندگان رو از غربی رد میکنن. یعنی میگن شما به این آدما میتونین رأی بدین. این دموکراسی نیست. اوکی. بنابراین به یه آمریکا نیستی همین حالت نیست. چرا یه حزب دموکرات هم بالاخره یه سری رو پشتیبانی میکنه دیگه. بله بله، حزبه. مردم رفتن تو حزب، اسم نمیشتن، میتونن برن میتونن نرن. بله. میتونن به این رأی بدن میتونن ندن. اوکی. ببینید شهر اوباما و خانم کلینتون چقدر زمان گذشت و چقدر مردم شرکت کردن تا یکی رو ببینن که تازه این کاندید بشه و با رقیب جمهوری خواهش رقابت بکنه برای اینکه رئیس جمهور بشه. پس شما اعتقاد به شخص خاصی نداری؟ نخیر. اوکی. من شخصی رو دوست دارم که به مملکتم آزادی و دموکراسی و رفاه مردم رو ببره. امروز همچین شخصی وجود داره؟ نمیشناسم، ولی امیدوارم وجود داشته باشه. شما تو تلویزیون همکاری کردین که اعتقادشون اونها به یه گروه خاصیه، تا اونجایی من میدونم. بله. تلویزیون پارس. بله، ولی برنامه من مستقل بوده همیشه. اوکی. اینه من واسه یه مقدار سخته، چون خود شما مدیر تلویزیون بودید، یه مقدار برای من سخته که بعضی وقتا اول برنامه میاد میگه سخنانی که این شخص میگه من مخالف به خود هستیم. شما مخالف هستی. بله. ولی اون شخصی که میاد، اگر شخصی باشه که مردم بشناسن، با عقایدش آشنا بشن، اون برنامه رو با اون شخص و مسائلش قبول میکنن. ولی آدم مگه میتونه به گفته لباس تیمی رو تن کنه که خودش با اون تیم عقایدش یکی نیست؟ لزومی نداره لباس تیم رو تنش کنه. آره، تو همون زمین باشه. تو همون زمین داره بازی میکنه. باشه، نه تو اون زمین بازی نمیکنه. اونم اونجا وجود داره. مگر ما وقتی دور هم جمع میشیم توی مهمانی هستیم و حتما با تابع نظریات سیاسی صاحبخونه هستیم، ولی تو مهمانی با هم هستیم، با هم دوستیم، ولی هر کدوم نظریات ویژه خودشونو میتونن انجام بدن، میتونن راجع به صحبت کنن. برنامه شما فضای سیاسی داشت؟ اگر سیاسی به این معنا که من به کسی حمله کنم یا فحاشی کنم یا بگم زنده باد یا مرده باد، نخیر. نداشتم. برای فضای سیاسی اینه که به مردم آگاهی بدی، مردم رو مطلع کنی از اون چه که داره در اطرافشون میگذره. به نظر من یک آدم سیاسی امروز باید اول مملکتش رو بشناسه، وضعیت امروز رو بشناسه، آمار بگیره، وضع اقتصادی رو بدونه، بسیار از مسائل بدونه، این آگاهی ها رو به مردم بده برای که مردم بتونن راهشون رو پیدا کنن. دیروز ایران، آیا دیروز ایران سیستمی بودش که برای شما مورد قبول بود یا نه؟ ببینید، اگر بگم نبود مسئله نیست، ولی اون چه که هست بهتر از حالا بود. آخه. یعنی اقلا در اون موقع یک نفر در خونش این آزادی رو داشت که بشینه با شما یک تخت نرد بازی بکنه، این آزادی رو داشت که با هر کی میخواست معاشرت بکنه، این آزادی رو داشت که هر لباسی رو بپوشه به خیابون بره، این آزادی رو داشت که هر کسبی رو بخواد. امروز وقتی که من میشنوم میگن یک بازیگر سینما حق نداره فیلم بازی بکنه، وحشت میکنم. چطور ممکنه یک حکومتی تکلیف معلوم بکنه برای یک نفر که یه حرفه‌ای رو انتخاب بکنه یا نکنه؟
هر کسی آزاد حرفه خودش رو انتخاب بکنه. تو ایران این حالت نبود در قبل از انقلاب؟ نخیر. مثلا قیرچخانی شایع شده بودش که به خاطر اینکه عقاید سیاسی داره گفتن آقا نذارینش تو تیم. خودتون فرمودید شایع شده. خب برای من هرگز آخه من سنم نبودش تو. من از سیستم قبلی دفاع نمی‌کنم. من نمی‌گم بعد بود یا خوب. نه نه نه. من فقط می‌خوام بدم که آیا امروز ما این مشکل 2500 ساله ماست یا مشکل 30 ساله ماست؟ نه این مشکل تاریخ ماست. مشکل 2500 ساله ماست. ولی به شدتی که الان بوده نبوده. اوکی. و امروز وقتی که بازیگران قدیمی سینما نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که دلشون می‌خواد جلوی دوربین بیاد. اکسیستین میگه نباید بیاید، وحشت آوره. نه من نمیدونم این حرف سیاسی هست یا سیاسی نیست، ولی به نظر من این، من به قوانین مترقی دنیا احترام میگذارم. به نظر من یک مملکت باید با قوانین مترقی همه توش زندگی بکنن و مردم در آسایش باشن. این که به کسی بگن تو کراوات بزن یا نزن یا این لباس رو بپوش یا نپوش یا این تحصیل رو بکن یا نکن یا حتی اسمت باید فلان اسم باشه، به نظر من تراژدی بزرگیه. چی شد از پارس اومدیم بیرون؟ از پارس؟ برای اینکه به من پیشنهاد شد برای مدیریت یک تلویزیون تازه اندیشه، برابر این کارم انقدر زیاد بود که رفتم اندیشه. آقای کاردان، در گذشته ما تئاتر زیاد داشتیم در لس آنجلس. بله. دو مسئله دوست دارم در رابطه باهاش صحبت کنیم با هم. یکی این که در شروع نمایش بوی خوش عشق در گذشته ها ما، برای ماهایی که یادمون نرفته، صحبت از این بودش که داستان از پرویز کاردان بوده. طرح نمایشنامه داستان مال من بود. بله. اوکی. دوست دارم درباره اون توضیح بدید. و بعد این که چرا نمایش رنگ باخت یا کم رنگ شده در خارج از کشور در آمریکا؟ متاسفم و نمایش متاسفانه راه غلطی رو دنبال کرده. یعنی تئاتر دیگه نیست. یک آثاری روی صحنه میاد که در نوع خودش هم خوبه، برای که مردم برن تو سالن فقط بخندن، و این جای نمایش رو گرفته. و متاسفانه نمایشنامه های جدی تر با استقبال مواجه نمیشه و کمتر کسی دنبالش میره. اشکال از کیه حالا؟ این بار اشکال از کیه؟ نمیتونم بگم اشکال از چیه. اشکال رو بیشتر از نظر مردم میدونم که تربیت برای دیدن کارهای خوب نشدن. من همیشه تو برنامه‌های تلویزیون به مردم میگم به دیدن موزه ها برید، به دیدن نمایشگاه‌های نقاشی برید، به دیدن موسیقی‌های خوب برید، گوش بکنید به موسیقی‌های کلاسیک، به دیدن تئاترهای خوب توی این شهر برید، تئاترهای موزیکال‌های خوب برید، ببینید یه خورده ذهنمون باز بشه، یه خورده بیشتر نگاه بکنید. ببینید در فرانسه در اواخر قرن 19 هم، از زمانی که امپرسیونیست‌ها آمدن، از زمانی که فوویست‌ها آمدن، بعد تا کوبیست‌ها آمدن، نگاه مردم رو به همه چی عوض کردن. رنگ خونه‌ها عوض شد، معماری عوض شد، همه چی عوض شد. خب ماها تربیت نشدیم. ما باید یه خود چشم‌هامون رو تربیت کنیم، باید خودمون رو مدرن کنیم. امروز دو مرتبه میری توی خونه یه نفر، من وقتی که به دیدن یه خونه میرم، اول تابلوهایی که به دیوارشون هست فرهنگ اون چیزو میفهمم، صاحب خونه رو. نرفته به نمایشگاه، اطلاعی راجع به این قضیه نداره. خب و یک دفعه در یکی از موزه ها در لس آنجلس کارهای زمان قاجار رو آورده بودن اینجا در ویست فود، موزه UCLA، و من هر شب اونجا بودم. یه خانم اومده بود نگاه میکرد و گفت آقای کاردان این کارها چیه؟ گفتم این کارهای زمان قاجاره، تاریخ ماست، سنت ماست. که آخه این زنه چقدر گرده. من باش صحبت نکردم که من کچه گفتم اصلا نمیتونم با این خانم بحث بکنم. خب برای که چشماشو پرورش نداده برای که زیبایی ها رو ببینه بفهمه. حتی در زمینه موت هم باید نگاهمون بهتر باشه. خب بنابراین اصلا تئاتر رو نمیشناسیم ماها، تئاتر رو خوب ندیدن. من یک نمایشنامه‌ای داشتم که شاید قسمت چند پخش بکنید به اسم شازده خانم و آقای وزیر، نم شما دیدید یا؟ بله. در اون نمایشنامه فضای امروز لس آنجلس رو آوردم و قهرمان این که
دلش میخواست صد کار انجام داده، از جمله تلویزیون هم زده بود. خب و بعد فضای امروزه و متاسفم که تئاتر به این روز رسیده و تئاترهای خوب روی صحنه نیست. خب چه میشه کرد؟ نمایش بوی خوش عشق، نمایشنامه بوی خوش عشق رو گفتم که من طرحش ریخته بودم. اول قرار بود که به اتفاق شهره و آقای توضیح بازی بکنیم و من متاسفانه اون موقع برنامه تلویزیونی داشتم نتونستم. آقای توضیح خودش نوشت و با آقای ایران نژاد اجرا کرد. آن شما قرار بود نقش ایران نژاد باشه. الان چی فکر میکنیم؟ چون خیلی فروش کرده بود، یکی از پر ببین همیشه من از اون که آره پر درآمدترین آره برای قبل از اون قرار نبود باشه. نه حالا که شده چی؟ حالا شده دیگه. خب شده، خیلی اتفاقا افتاده، خیلی کارها شده و خیلی خوشحالم. من شهره رو بسیار دوستش دارم و خیال میکنم یکی از بهترین بازیگران زن تئاتر و سینما ایرانه و حقش بود که بره در سالن کوداک تئاتر بنشینه اونجا و کاندید اسکار باشه و امیدوارم روز به روز بهتر بشه. هوشنگ یک پسر با استعداد در زمینه تئاتر و امیدوارم روز به روز پیشرفت بکنه. شاید هم بعد دو مرتبه من هوشنگ با هم کار کنیم، اصلا مسئله نیست. چند تئاتر کار کردین در خارج؟ در خارج از کشور نزدیک خیال میکنم 10-12 تا تئاتر. کدوم بیشتر از همه مورد توجهتون بودش؟ خودم هفت رنگ رو بیشتر از همه دوست داشتم با شهره. مردم هم فکر کنم همینطور بودش. مردم همینطور، مثلا نمایشنامه هردنبیل، نمایشنامه کمدی بود که اینجا خیلی ما با استقبال مواجه شد. یک تئاتر بسیار قشنگی رو که خودم نوشته بودم، نباید بگم قشنگ، و دوستش داشتم، با هوشنگ توضیح بازی کردم، سلام و خداحافظ. و هوشنگ بارها میگه بازم اینو اجرا بکنیم و شاید دو مرتبه اجراش بکنیم. و نمایشنامه‌های دیگری داشتم، نمایشنامه‌ای هم آقای گاندی خیلی دوستش داشتم و دیگر نمایشنامه‌ها تو روس هم. آقای گاندی جواب داد؟ نه به اون نوع، نه، برای که نمایشنامه جدی بود. نمایشنامه نویسی برای شما چه فضایی لازم داره؟ یعنی باید تو چه حالی باشی، چه فضایی باشه که یه نمایش رو بنویسید و اینها از کجا سرچشمه میگیره؟ ببینید همیشه محیط اطراف آدم با آدم الهام میده که چی رو بنویسه. مثلا شما وقتی هفت رنگ رو نگاه بکنید ببینید فضای روز انگلیسه، خب که اون موقع مطرح بود، مسئله آوارگان بسیار مطرح بود. یا بعد برمیگردیم به اینجا میبینیم که نمایشنامه شازده خانم و آقای وزیر مسائل روز لس آنجلس درش مطرحه. یا مثلا در نمایشنامه آقای گاندی همیشه نکته بود که همه ایرانی‌ها در انتظار یک گاندی بودن که بیاد نجاتشون بده، خب و همه گاندی رو به میل خودشون تصور می‌کردن، گاندی به میل خودشون می‌خواستن، نه یک گاندی واقعی که پاشو بیاد. و اینه که مسائل روس هست بیشتر از همه. این مسائل شاید در مورد سریال ها اگر بشه ساخت اینجا و من چند تا ساختم میتونه باز مسائل روز توش باشه. سریال هایی که اینجا ساختید شما از یه طرف، بعد سریال هایی که در ایران ساختید و امروز سریال هایی که در داخل ایران ساخته میشه نگاش میکنید اونها؟ بله بله. چی فکر کنید در رابطه باهاش؟ با چیا؟ با چیزایی که در گذشته ساخت. در گذشته ببینید همیشه امکانات هست. در گذشته بسیاری سریال های خوب در ایران ساخته شد که امروز همونطور که شما گفتید خاطرش هست. در اینجا با امکانات خودمون، مثلا من سریال پرواز رو ساختم، سریال گیتار رو گل سرخ رو ساختم، یک میهمان و دو میزبان رو ساختم. یک میهمان و دو میزبان کدوم بود؟ برای شرکت کلتکس. آه اوکی. و یه کارم با لیلا و فریبا انجام دادید؟ نمایش های کوتاهی است که برای اونجا انجام میدیم و موقعی که برنامه تلویزیونی شهر فرنگو داشتید. ولی امروز میبینیم که تلویزیون جمهوری اسلامی و دولت به سریال ها اهمیت میده، چون پی برده برای تبلیغات خودش و سرگرم کردن مردم، خب احتیاج داره به اینها و بودجه های بسیار کلانی برای این کار گذاشته میشه و استعدادهای جوانی آمده که بسیار خوب هستن. همین استعدادهاییست که در سینما آمده. کدومشون بارد قبول شما؟ ببین من همه رو دوست دارم. یک نکته ای رو اجازه بدید من راجع به سینما به شما بگم که سریال هم شاملش میشه.
انقلاب چیز بدی است، یعنی هر گونه که دگرگونی وقتی که میاد مثل جنگ میمونه، جنگ چیز بدی است. اما بسیاری از اختراعات دنیا زمان جنگ شده. خب سیل چیز بدی است، اما بسیاری از زمین ها رو بارور میکنه. خب انقلاب ایران به سینما مهر بهتری رو گذاشت، برای اینکه اولا وقتی که انقلاب شد در ایران و حکومت اسلامی آمد، 90% فیلم های خارجی نمیتونست تو ایران بیاد. خب بعد یک نکته که اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان مدارسی که قبل از انقلاب تازه جون گرفته بودند، مدرسه عالی سینما تلویزیون، دانشکده تئاتر، دانشکده هنرهای دراماتیک و بسیار دانشگاه، اینا جذب سینما و تلویزیون شدند و جوانها آمدند. سینمای قبل از ایران بجز نادر کارگردانانی، 3-4 کارگردان که فیلم ساخته بودند، بقیه فیلمای خوب نمی ساختند. فیلمهای روال تجارتی. امروز می سازن؟ امروز بسیاری از فیلم ها فیلم های خوبی نیستن. بعد از انقلاب یه سری فیلم ها آمد که در فستیوال ها هم جایزه می برد. البته مشکلش این بود که در فستیوال جایزه می برد، بازار نداشت. می‌بینید؟ فقط یه مدال گردن شما آویزون کنن مهم نیست، زندگیت هم باید تأمین شه. خب فیلم ها رو می ساختن به خاطر تازگی که داشت برای فستیوال های سیاسی، مثل همون فستیوال کن که شما اونجا بودی. یه فستیوال سیاسی است، یک دفعه بفهمه از بنگلادش یه کارگردان ظهور کرده براشون جالبه، بلکه بنگلادشه. خب یک کشور فقیر اسلامی با 1000 مشکل، یا یک دفعه از کویت یه کارگردان بلند میشه میاد براشون، ولی از فرانسه کارگردان بیاد بین 100 کارگردان یکی رو انتخاب میکنن. در ایران اون اوایل یه دفعه این فیلم هایی رو که از یک کشوری میمد که اینقدر مطرح بود برای فستیوال ها اهمیت داشت، بهش هم جایزه میدادن. یواش یواش فیلمسازان میدونستن که فیلمهاشون رو به کدوم فستیوال بفرستن که جایزه بگیره. یه واقع شما اگر فیلم داشته باشیم، من نگاه میکنم به شما میگم به کدوم فستیوال بفرست جایزه بگیره. بعد فستیوالها رو بشناسی. مثلا فستیوال برلین رو تمام مخارج و کلیساها میدن. فیلم هرچی انسانی تر باشه و راجع به مذهب باشه و اینا بیشتر بهش اهمیت میدن، چون خرج دارن کلیسا میدن. ولی فستیوال کن مثلا یه فستیوال سیاسیه، فستیوال سان فرانسیسکو یه کمکی سیاسیه. خب فستیوال لس آنجلس فستیوال سیاسی نیست. خب ولی همون فستیوال سیاسی هم ترجیح میده فیلم از کشورهای مختلف داشته باشه توش. خب بنابراین اوایل اینطور بود. الان میبینیم فستیوال ها خبری از فیلم های ایرانی نیست. بعدم سینمای ایران سینمای تجاری شده، حالا توش رقاصه نیست، ولی رقاصه دلیل تجارتی نیست. بعضی فیلم ها رو من میبینم واقعا فیلم ها خوبی نیستن، ولی بازیگران خوبی آمدن به سینما، جوان ها مخصوصا، خانم ها و آقایان بسیار خوب آمدن و من دوست دارم همشون. زمانی که تلویزیون های 24 ساعته نبود، تلویزیون رو تأسیس کردی به نام شهر فرنگ. بله، همون موقع شما هم یه تلویزیون داشتید. بله. بله. خب چطور شد که تلویزیون کار من بود؟ اوکی. خب و همون موقع میتونستیم برنامه یک ساعته داشته باشیم. خب منم یک نوع درست کردم و خوبم بود، خیلی معجب و استقبال بود. چرا استاپش دادی؟ بله؟ چرا استاپ شد؟ ببینید بعدها یک کانالی درست شد به اسم کانال 62. درسته. که ما رفتیم اونجا با قیمتی گران و بعدم تعداد برنامه ها اینقدر زیاد شد، قیمت های ایرتایم رفت بالا، قیمت آگهی اومد پایین. در نتیجه بعدی ما موقع تعطیل می‌کردیم. یعنی درآمد نداشت. نخیر. خود شما چرا تعطیل کردین اون تلویزیون؟ پیشرفت نداشت. پیشرفت نداشت. از کارهای مختلفتون صحبت کردیم. یادم میاد یه روزی شما محبت کردید، تماس گرفتید با من و برای منم جالب بودش، گفتید که اگر از این به بعد با من کار داری، من دیگه پارس نیستم و خواستم بهت بگم که من در اندیشه هستم، هر فیلمی دارین مال خودتون هستش به من بگو که چه فیلمایی باید پخش بشه، چه فیلمایی دوست نداری پخش کنیم. و برای منم جالب بود که آقای کاردان به من زنگ زده و داره اینجوری صحبت میکنه و مدیریت تلویزیون اندیشه و آغاز تلویزیون اندیشه رو شما به ما اعلام کردید.
مدت طولانی هم بودش، یعنی همیشه خب ماها که هیاهو دوست داریم، یعنی اصلا تپش یعنی هیاهو نداشته باشیم ناراحتی مثلا برای اندیشه از هیاهو کارش را ادامه داد و یه تلویزیونی بودش که زیر کاردان خیلی سالم و خیلی آرام کارش را انجام میداد و توی نه تو جنگایی شرکت میکرد بود نه دست چپی بود هیچ مثلا. تازگی که بدون کسی خبردار بشه یا شاید شما خدافظی کردید و خیلی ها نمیدونن، اومدن گفتن آقای کاردان نیست توی اندیشه، چند هفته است کاردان رو نمیبینیم تو اندیشه، بعض پرویز کاردان چی شد؟ و براشون سواله که اندیشه پرویز کاردان، پرویز کاردان اندیشه، خیلی اصلا این تلویزیون رو شما رو صاحبش میدونستن، چی شد؟ تلویزیون اندیشه رو که من پیشنهاد کردن که سرمایه گذارش یک بسیار آقای محترمی در کانادا هستن، ایشون با هم صحبت کردیم، یک قرارمداری با هم گذاشتیم که یک تلویزیون فرهنگی آگاهی دهنده اجتماعی داشته باشیم، تلویزیونی که بیشتر با مردم باشه، به کار کسی کار نداشته باشیم و بیشتر یک تلویزیون به معنای تلویزیون باشه با راه و روش خودش. هرگز راه و روش دیگری رو دنبال نکردیم، راه و روش خودمون رو دنبال کردیم. بسیار استقبال کردن، مثلا آقای دکتر فرهنگ هلاکویی که قبلا خیلی ها به دنبالش رفته بودن، وقتی که من تماس گرفتم آمد برنامه ها رو دید، آمد در تلویزیون ما برنامه گذاشت و بسیاری برنامه های دیگه و حتی در زمینه سینما در نوع خودمون و در زمینه بسیاری از هنرها که من بهش علاقه داشتم برنامه رو جلو بردیم. در چند مورد من همیشه مواجه با اشکال بودم، این همیشه میگفتم که صاحبان آگهی نباید تکلیف ما رو معلوم بکنن، ما هستیم که باید تلویزیون رو اداره کنیم، چون اگر یک صاحب آگهی بخواد با سلیقه خودش برنامه رو تعیین کنه، این تلویزیون دیگه تلویزیون نیست، جایگاهی برای سلیقه اون صاحب آگهی است. ما تقریبا تلویزیون خودکفا شده بود، اما در نوع برنامه ها بین من و صاحب تلویزیون اختلاف نظر وجود داشت. من معتقد بودم که برنامه ها با این روال البته باید کارهای دیگه هم کرد جلو بریم و اون عقیده داشت که ما باید نوعی بریم که آگهی های مخصوصا آگهی های دوبی اینها بیشتر بشه و من مثلا همیشه با زیرنویس مخالف بودم، با بسیاری از مسائل دیگه، یعنی آگهی که زیر تصویر باشه زیاد میره، آخه به نظر من در تمام مدت که نباید بره که داشتید اصلا؟ بله بله داشتید، یعنی اجبارا داشتیم برای اینکه ببینید، برای که اونها میخواستن و اونها یعنی کی؟ صاحبان آگهی. اوکی. و این اختلاف وجود داشت و پس برای برسال یه جورایی شما هم تسلیم صاحبان آگهی شده بودید تا یک مقداری در بعضی از برنامه ها مثل فیلم های سینمایی یا آهنگ هایی که پخش می شد، برای نه برنامه هایی که برنامه خود من یا برنامه آقای هلاکویی یا برنامه های دیگران هرگز این کارو نمی کردیم. و چی بود مثلا قرص لاغری؟ نخیر، همین صاحبان مربوط به خانه سازی و غیره و غیره و غیره. قرص لاغری نداشتیم؟ قرص لاغری هم الان هست. آره قرص لاغری هم بسیار قرص های دیگه هست و ناتوانی های جنسی. ناتوانی های جنسی رو اولین باری که من ناراحت شدم به خاطر زیر برنامه که این آگهی ناتوانی جنسی نوعی نوشته بودن که اصلا تحریک‌آمیز بود به جایی که اثرگذار باشه و نتونستیم با هم کار بکنیم و بعد از مسئله مالی نبود؟ نخیر اصلا نخیر. اوکی. و خیلی محترمانه، کاملا درسته. اوکی. با سلیقه من دیگه جور در نمی اومد و اگه ببینید، برای اینکه وقتی که خود شما میگین میگفتن این تلویزیون کاردان است مسئولش، بعد میتونستم دفاع کنم از برنامه‌اش و میتونستم ازش دفاع بکنم، من سنی از من گذشته، من که نمیتونم به خاطر اینکه یه مبلغ بیشتری تو جیبم بیاد یه کار برم به همه جا وا بدم و هر کاری رو انجام بدم. شما مثلا فروش اجناس داشتین تو تلویزیونتون؟ نه نداشتید؟ نه. اوکی. ما نه فروش اجناس داشتیم، نه قالی فروشی داشتیم، نه و من با این چیزا جواهرات نه اصلا، من با همه اینا و این، نه اینکه اینا کار بدی است، من میگم اینا کار جدایی است، میتونه تلویزیون های وجود داشته فروش باشه. فروش ساختمان؟ نه خیر. ما میتونیم تلویزیون هایی داشته باشیم که این کار انجام بدن، مثل خود امریکایی ها
بله. ولی اینکه ته یک تلویزیونی آش و شل قلمکاری باشه که همه کار انجام بده، نمیگم بده، من مخالف بودم. آها. من هرگز نمیگم چیزی بده، هر کی سلیقه خودشو داره. اوکی. و اومدی بیرون؟ بله. خدافظی کردی؟ بله. رو آنتن هم خدافظی کردی؟ نکردی؟ نخیر. نکردی؟ نگفت نذاشتم بکنی؟ نه دیگه، من همون روز زیاد حالت طبیعی نداشتم، وقتی که گفتم من دیگه نیستم و اینها و لوازم برداشتم آمدم بیرون و دیگه پا نگذاشتم اونجا. و نرفتید؟ نه خیر. سخت نیست؟ خیلی سخته. همون دیگه، اینم باز دوباره یک کندن دیگه است. اول دلکندن از سریال، بعد دلکندن از کشور، بعد حالا دلکندن. آره، برای من خیلی سخته، برای اینکه تمام بچه‌هایی که اونجا برنامه داشتن و تمام جاهایی رو که من درست کرده بودم مثل بچه‌های من بودن و مثل اینکه آدم از بچه‌های خودش دل میکنه، برام سخت بود اما باید انجام میدادم، برای که بعدها مواجه با اشکال میشدم. ببین، من یک آدمی هستم که دوست دارم که همیشه در این مدت نزدیک 50 سالی که دارم کار میکنم، خب یک نوع مردم با من خاطره دارم و یه نوع صادقانه منو میشناسن. دوست ندارم اینو در این سالها از دست بدم. بعضی هم شایعه میگن که چند نفر زیر پای پرویز کاردان رو خالی کردن تو اون سازمان، یا زدن، آره این لغت بهتریه، زیر پای زدن و سعی کردن که قدرت دست خودشون بگیرن و با سرمایه‌دار این شبکه یه جوری چیز کردن که آقا اگه این آقا بره ما میتونیم پول بیشتری بریم تو سازمان. شاید هم اینطور بوده. خبر داری؟ شما مثل این که بیشتر مطلع هست. شما چطور؟ من یه روز میام میشینم به من بگین چی شده. مطمئنا شما میدونی. آره، همین جاست. اتفاقا بخش قشنگیه، به خاطر اینکه من همیشه پرویز کاردان اتفاقا یاد میادم که شاید این شخصیت نباشه و بسیار با سیاست و انگلیسی رفتار میکنه. آیا این کاراکتر هست که خب میبینه ولی به رو خودش نمیاره، یا من اشتباه میکنم؟ یا نه، شما اشتباه نمیکنید تقریبا همطور. البته انگلیسی رو قبول ندارم، سیاست انگلیسی کار انگلیسی هست، فرای الفا، ولی من همیشه حواسم جمع بوده، ولی هرگز آدم کینه توزی نیستم. برای اینکه الان امیدوارم کسانی که شما میگید این کارو کردن یا این کار انجام شده بتونن موفق بشن. من نبودم یه آدم چه میشه این بخشش انگلیسی. آره، انگلیسی. و امیدوارم موفق بشن، ولی مشکل میبینم. برای که مشکلاتی رو که من اونجا داشتم هنوز میبینم که سر جاش بدترم شده. خب، و امیدوارم با بتونن کارشون انجام بدن، اما نمیدونم چه خواهد شد. کلن کاراکتر شما چطوره؟ کاراکتر پرویز کاردان چجور کاراکتری؟ ببین، کاراکتری است که همیشه خانم من به من میگه، عزیز من به من میگه، شما میریزی تو دل خودت، کمتر بروز میدی. خب، نمیدونم این حرف تا چه اندازه درسته و تا چه اندازه غلطه، ولی من اولم گفتم آدم با گذشتی هستم، در زندگی بسیار دیدم مسائل مختلف رو. میدونی حرفه ما حرفه ایست که از این حرفا توش خیلی بوده، از این زدنها یا مسائلی که شما الان گفتید توش بسیار بوده و در مسیر زندگی منم بسیار بوده و روسفید در اومدم همیشه، برای اینکه فکر کردم که آدمی باید اول انسان خوبی باشه، انسان کینه توزی نباشه. دیگرون که کینه توز هستن، دیگرون که برای به قول شما برای کسی میزنن، اول به خودشون رنج میدن. ما باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم. این آرامش جزوی از همون سیاسته یا نه؟ تا نظر شما چی باشه؟ من نظر شما رو پرسیدم. هر جوری میخوان در موردش بگم. اوکی. زندگی، زندگی رو شما چطور میبینید؟ ببین، زندگی رو خوب میبینم. من که الان اینجا نشستم، امیدوارم کسی ناراحت نشه که من این جمله رو میگم، و عمرمونه کردیم، یعنی ممکنه 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگه یا 5 سال دیگه زنده باشیم،
من که الان اینجا نشستم در زندگی هیچ چیز ندارم از نظر مالی. خب یک آدمی هستم که هیچ چیز ندارم، ولی الان که جلوی شما نشستم خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم، برای که یکی از بهترین همسران دنیا رو دارم، یک شاخه گل سرخ که همیشه خونه ماست، گل همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خوش باشد، و بچه های بسیار خوب، و خیال میکنم بزرگترین سرمایه‌ای که دارم همینه. بسیاری فرداشی چو فردا شود فکر فردا کنیم. بیشتر به آدمی که این کرکتر داشته باشه مطمئنن فکر فردا هست. هست، هستم، ولی ببینید یادتون باشه ماها افکارمون رو باید موقعی بروز بدیم که اون چه که داریم فکر میکنیم به مرحله عمل رسیده باشه. من همیشه این سوالو دارم که مطمئنن برای هر هنرمندی، برای هر آرتیستی یه چیزی تو ذهنش که میگه این کار رو باید انجام بدم و این کار رو دوست دارم انجام بدم. برای شما اون کار چیه که هنوز انجام ندادی و دوست داری انجامش بدی؟ آرزویی دارم که نمیدونم عملی بشه یا نه، یک موقعی خودم رو بازنشسته کنم و یک آتلیه داشته باشم، یک سپایه، یک جعبه رنگ، بشینم اون چرا که در نوجوانی دنبال میکردم باز دنبال کنم. نقاشی هیچ وقت الان تمرین میکنی؟ گاهی اوقات طراحی میکنم، ولی انقدر خود شما میدونید انقدر کار هست که برای زندگی که فرصت این کار پیدا نمیشه. بازنشستگی چه حکمی داره؟ بازنشستگی این لغت رو به کار میبریم یعنی در یک مرحله زندگی تأمین باشه که این کار رو بکنه. اوکی. بازنشستگی یعنی اینکه کسی زندگیش در طول مدتی که کار کرده انقلابی به کمرش نزده باشه، مشکلی براش ایجاد نشده باشه، بتونه زندگیش مختصر تأمین باشه، اون کار ذوقی خودش رو بکنه. آیا برای هیچ هنرپیشه‌ای یا برای هیچ هنرمندی بازنشستگی معنی داره؟ یعنی میتونه حس کنه که بیا امروز روزیه که دیگه من باید برم کنار و این کارو دیگه نکنم؟ نه، هنر بازنشستگی نداره، ولی یادتون باشه من میگم بعضی که بازنشستگی برای که مقداری از کارها رو ما برای زندگیمون انجام میدیم نه برای ذوقمون، یعنی برای تامین زندگیمون خیلی کارها رو انجام میدیم، متا کار دیگه بلد نیستیم این کارها رو بلدیم. خب بنابراین از اون نظر آن همون تابلو و همون سپایه و همون رنگ ها دیگه بازم بازنشستگی نیست، ادامه کار هنره. هنر هیچ وقت بازنشستگی نداره. تولد دوباره اگر داشت پرویز کاردان چه کاری رو نمی کرد و چه کار می کرد؟ اگر تولد دیگری بود دو کار رو حتما دنبال می کردم، یکی نقاشی و یکی تئاتر. چه کار نمیشد؟ نمیدونم. بسیاری از کارها رو که به خاطر آوارگی جلوم گذاشته شد حتما انجام نمیدادم. مثل؟ بسیاری از کارها برای اینکه تأمین زندگی، مسائل تلویزیون یا بسیاری کارهای دیگه. و ببین برای اینکه درآمد بیشتری داشتم شاید در مقابل همین تلویزیون اندیشه، در مقابل اون سرمایه‌دار باید مثل خیلی ها میگفتم شما درست میگی و چشم و چشم، ولی آدمی در زندگی همیشه نباید برده کسی باشه. اونچه که ماها رو روی پاهامون نگه داشته، روی زانوهامون راه نمیدیم، اون آزادگی است که همیشه داشتیم و من این آزادگی ما از دست نمیدم با هیچ پولی، با هیچ ثروتی. شما درباره نسل صحبت که دیگه امروز در تلویزیون، در سینما یا عشق این کارو دارن، مطمئنا خیلی از ماها از جمله خود من یکی از کسانی بودیم که به خاطر بودن شماها اومدیم و به خاطر اینکه این عشق و علاقه رو داشتیم، در پرویز کاردان میدیدیم، در پرویز صیاد میدیدیم، در فیلم سازانمون میدیدیم و اینها رو نگاه میکردیم و شماها الگوهای ما بودید و دوست داشتیم
که یه روزی ما هم اون کار رو انجام بدیم و این عشق و این حال رو داشته باشیم. شما برای اونهایی که میخوان فردا بیان چه پیشنهادی دادید؟ چه توصیه‌ای میکنید؟ و چه کارهایی رو بعد انجام بدن؟ تا 50 سال بعد بگیرن بشینن و بگن آقا من اینجا هستم، حضور دارم و اسمم ثبت شده. من خیال میکنم که باید انسانهای خوبی باشن، عاشق باشن، عاشق کارشون باشن، کارشون رو دوست داشته باشن، به کارشون عشق بورزن و دنبال این کار باشن، حتما موفق باشن. نه، خود شما کارتون رو دوست داشتید، کارتون هم بهش علاقه داشتید، اما بودن یک ستاره شدن آیا فقط همینه که باید علاقه داشته باشن یا به نظر شما چیز دیگه ای هم به همراهش؟ ببینید، وقتی که من صحبت علاقه رو میکنم، برای علاقه داشتن، برای موفق شدن، برای عشق به کار داشتن، آدمی باید بیاموزه، باید دنبالش بره، درسش رو بخونه، تجربه پیدا بکنه. همه اینا تو اون جمله‌ای که من دارم میگم مستطره و باید بتونیم اون کار رو دنبال بکنیم. عاشقانه دنبال یه کاری بریم و وقتی که عاشقانه بریم، در این مسیری که داریم میریم حتما باید بیاموزیم، بخونیم، درس بخونیم، تجربه پیدا بکنیم و بسیاری کارهای دیگه تا به اون نقطه ایدئالمون برسیم. من نپرسیدم از شما متولد چه ماهی هستید؟ مهر. متولد ماه مهر. چند تا مهر؟ 28 مهر. سالشو نمیپرسم چون بعضیا دوست ندارن درباره سال صحبت کنن. جوانی تا چه حدی معنی داره؟ و امروز شما خودتون رو در چه موقعیتی میبینید؟ ببینید، توی مدرسه هنرپیشگی یک نکته ای رو میگن، یک درسی رو میخونن، میگن وقتی میخوای یک کارکتری رو بشناسی، اول ببین تو کدام فصل زندگی است. سن مهم نیست، در بهار زندگی است، تابستان یا پاییز یا زمستان زندگی است. بسیاری از جوانها در زمستان دارن زندگی میکنن، یا بسیاری از وقایعی که در زندگی افراد اتفاق میفته یک دفعه از تابستان میپرن به زمستان. اون جوانی که تو جنگ عزیزش رو از دست میده، اون تابستان رو از بهار زندگی رو داشته ولی تابستان و پاییز زندگی رو نداره. خب ماها در این مدتی که آمدیم پریدیم از یک بهاری به پاییز. خب و بنابراین باید بدونیم که ما در یک مسیر وقایعی بودیم که در مملکت ما اتفاق افتاده که این یک مسیر معمولی نبوده، بنابراین زندگیمون رو همینطور تغییر داده. نمیدونم اگر در گذشته ما در ایران انقلابی نمیشد، کارمون رو دنبال میکردیم چه بود. امروز روز نمیدونم من جایی درس میدادم یا دارم جایی کار میکردم یا هم دوره شما همچنان دارن کار میکنن. بله، درس هم فکر نمی کنم میدن. نه چرا مثلا بسیار از برای بچه ها مثل آقای سمندریان غیره یا بهرام بیزایی، ما همه مال اینها توی دانشگاه دارن درس میدن، ولی بسیاری هم دارن بازی میکنن در فیلم ها و تئاتر دارن بازی میکنن. شما در چه مرحله از زندگی هستید؟ در چه فصلی؟ من همیشه تو بهارم. خیالتون راحت باشه. خوشحال هستم. خب حرف آخر. حرف آخر این که تلویزیون شما، خیال میکنم تلویزیونی است که به حرفه تلویزیون احترام میگذاره. نمیدونم این جمله من میتونه برسونه یا نه. هر حرفه یک احترامی داره. خب و متاسفانه بعضی از حرفه ها احترامشون از دست دادن، یعنی به خط دیگه کشیده شدن. تلویزیون شما احترام تلویزیون داره. من شون جزو اولین کارگردانان تلویزیون در ایران بودم و از بد و پیدایش تلویزیون در ایران تا امروز با تلویزیون بزرگ شدم. این نکته رو اگر میگم با تجربه خودم میگم. ممنونم از شما از اینکه از من دعوت کردین. ممنونم از اینکه با هم هستیم و این صحبت رو کردیم. الان دارم فکر میکنم که شاید بسیاری از مطالبی رو که باز
میتونستیم بگیم نتونستیم بگیم. اما یادمون باشه برای منی که 50 سال کارم تلویزیون و تئاتر و سینما و رادیو و وسایل ارتباط جمعی است، مجله و غیره و اینها، با 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت همه مسائل رو نمیتونیم عنوان بکنیم، ولی شاید این طولانی ترین و شاید قشنگ ترین کاری بوده، مصاحبه بوده که با من شده و از شما ممنونم آقای امیر قاسمی عزیز. مرسی از شما. خواهش میکنم. باعث افتخار بنده است. خواهش میکنم. مرسی. خیلی متشکرم.